خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، با 4 نفری که از یوتیوب جدید ما دارن نگاه میکنن، یوتیوب لایو، و با دوستانی که حالا میان احیانا روی فیسبوک. بله، انجام روشنیم، یه فیسبوک دیگر هم برای شما روشن کنیم. آقای فرزاد شبستری نمبر وان ما شد، هم در دوستی نمبر وانه، هم اینجا تماشاگر نمبر وانه. بعضی وقتا اذیت میکنه ولی عیب نداره، ما با اذیتاش هم دوستش داریم. خب بذارید من اینو براتون را بندازم. فرزاد جون، اگر توی آفیست هستی، مردم tv.com جدیدن یک برنامه ای داره، اون وسط پخش زنده توسط یوتیوب، که دیگه با تلفن‌های دستیتونم بتونید همه جا ببینید. والا ما اینجا هر روز در حال یاد گرفتن، هر روز در حال خرج کردن، هر روز در حال خریدن دستگاه‌های جدید، و اینکه شما دوستان هم بتونید نگاه کنید. نمیدونم، همین علی آقا بود نوشته بود سوربی چند احتیاج داری ماهیانه. گفتم آقا این سوال شما منو بدراه میکنه. من اگه 10 دلارم احتیاج داشته باشم، برای شما مینویسم 1,000,000 دلار. در هر صورت شما هر چی دوست داری و هر چقدر که در توانت هست حمایت و کمک کن، من از شما ممنون و متشکرم. هر چی شما بیشتر پول بدی، ما بیشتر به خودمون میرسیم. بذارید اینو نباید خاموش کنم، باید اینو روشن کنم. یه لحظه صبر کنید، میام. امروز میگم یه دوربین جدید اضافه کردیم که یوتیوب رو بتونه مستقیما بفرسته. احتمالاً کوالیتیش، به قول آقای داور، کوالیتش به خوبی اینها نیست، ولی بذارید گاهی وقتی هم حالا هی میره و میاد. این چهارشنبه، آها، اون پلیر 2ه که چیزی نداره، این افکت 2، افکت 3، محمد این بفهم 4 دیگه قرار نشد برگردی به 2 7، و اینم چون روز آقای مرتضوی رو ما داشتیم به عنوان مهمان، اینها رو داده بودیم به آقای مرتضوی، حالا خودمون هستیم، باید برگردیم و اینها رو دوباره بگیریم. 5 هست، فقط 6 نیست. 6 هم چیز مهم نیست، میگه شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. دوستان از هر جایی که میبینید لطف کنید بنویسید که صدا و تصویر چگونه است. اگه صدا خوبه بیان شما هم یه پولی بذارید من خواننده بشم، اگه شما هم رقصتون خوبه شما هم رقاص بشید، اگه نه یه 10-20 از این اسپانیش های بیچاره رو میاریم بهشون دروغ میگیم، میگیم ما چنین و چنان، و اونا برامون میرقصن. دیدید دیگه توی ویدیوهای آقای شمازده و دیگران هستن، طرف 70 سالشه، دخترهای 17-18 ساله رو میاره میرقصن. بیچاره بچه های و سرهایی که توی ایران هستن میگن نگاه کن، ما هم اگه بریم آمریکا الان اینجوری میشه. یه دوستی همین 2 دقیقه قبل پیغام گذاشته، بذارید من پیغام ایشون رو پخش کنم و ببینم. این همون دوستیه که یه پیغامم قبلا گذاشته بود که سوربی نترس، منگا میخوای بریز جنگ، حالا ما جنگ هم رفتیم نترسیدیم. حالا جالب اینه که من یه چی بهتون بگم، من از جوانی از مردن نمیترسیدم، ولی از مریض شدن و افتادن رو تخت بیمارستان. آقای سوربی، ویلکام بک، خوشحالم که میبینم شما برنامه‌تون رو شروع کردین. گله کرده بودی من اسممو نگفتم، اسم من باران هست. خوشحالم که صداتون رو میشنوم و برنامه‌تون رو نگاه میکنم. همیشه سلامت باشی. ممنونم باید. از شما خانم باران عزیز، که این باران نعمتت شامل حال تلویزیون مردم هم شده. بله، همه خانم بود. خیلی ممنون. اون روزم گفتم خانم ها به من لطف بیشتری دارن، یا آقایون لطف دارن ولی تنبلن در ارائه کردنش. شاید یه دلیلی باشه که این آقایون وقتی کم میگن دوست داریم و اینها، من بشم شاهدشون بگم بابا اینا تنبلن، این صندلی ما هم صدا میده، اب نده. بله، این خانم گفته بود که آقای سوربی امروز دیدم مثل بچه ها
ترسیدی. براتون یه چیزی بگم، باورتون نمیشه، من روزی که اومدم گفتم بابا ما از سیاست چیزی نمیدونیم، بیایم بریم بشینیم جوک بگیم، تفریح. یک نادان، احتمالا شاه اللهی یا مجاهد، چون از اینا دوتا نادانتر ما نداریم و باید به یک حدی از نادانی برسی تا به خودت اجازه بدی یه همچین پیامی بذاری. چی شده سربی؟ ترسیدی؟ داره انقلاب میشه، صدای قدم های ما به گوشت رسیده. میخواستم میگم داداش من فکر نمی کنم تو میتونی از سر جات بلند شی. اون وقتا بچه ها وقتی راه میافتادن یواش یواش تو شیراز میگفتن کون سره میکنه، یعنی با کونش هی خودشو تکون میده. شما آخه مردک نادان، اگر مالی بودی سال وبایی رفته بودی. درصد ممنونم، نه خانم عزیز نه باران گرامی. از اون وقتا هم میگو از این نمیترسم که اسرائیل، از این نمیترسم که بابام بمیره، از این میترسم که اسرائیل راه خونم رو یاد بگیره. من از دکتر بیمارستان اینا نمیترسم، از این میترسم که فلجی بشیم، معلولی بشیم، بیفتیم، هم مزاحم خانواده، هم واقعا اون دیگه چه زندگیه. شما وصیت نامه من اگه بذارم روی اینترنت میبینید، تو وصیت نامم نوشتم 72 ساعت، یعنی حتی نمیگم شاید روز چهارم خوب بشم، 72 ساعت. نمیگم شاید یه سال، دیدید بعضی ها تو کما هستن بعد 20 سال، بعد 17 سال، بعد 30 سال برگشته از کما. من میگم نخواستم 72 ساعت. برگشتم خوش آمدی، برنگشتی سفر به خیلی، پلاگ رو به قول اینها بکشید. اینم از این ماجرا. خب دوستان عزیز بذارید ما بهتون بگیم که دوشنبه با یه دوستی هستیم از سوئد و این دوستمون پناهجو هست. من یه برنامه ای رو سالهاست در تلویزیون مردم دارم و خیلی هم خوشحالم پناهجویان رو دریابیم، برعکس تمام ایرانیایی که میان اینجا. میگی چجوری آمده؟ میگه می فارسی نمیتوانم حرف بزنم، من مادرم با یک آمریکایی زندگی کرد، بعدن من آمدم اینجا گرین کارت. گرین کارت چی میشه به ایرانی؟ من از روز اولی که آمدم اینجا گفتم من پناهجو بودم، پناهنده شدم، من حتی وای نسادم از طریق برادرام گرین کارت بگیرم و افتخار میکنم و به خاطر این پناهندگی روزی 10 بار میگم خاک بر سر آخوندا، خاک بر سر شاه که آخوندا را آورد، خاک بر سر آخوندا که یکی یکی ماها رو که سرمایه ایران بودیم از دست داد. حالا شما، گفتم اتون یه روز مدرسه میرفتم اینجا، من بهش میگم اکابر، English as a second language ESL، دوستان زیادی اونجا بودن، همشون پناهنده درجه یک. اینجا دوتا کلمه داریم، دوتا، یکی بهش میگن SOB یعنی son of a bitch یعنی مادر فلان، یکی بهش میگن FOB یعنی fresh off the boat یعنی تازه از راه رسیده، همون آشخور خودمون. روکی هم میگن، روکی یعنی کسی که تازه کار بلد نیست. ما میرفتیم بعد از مدرسه، بعد از کار، از اون مغازه‌ای که با داداشمون و با دوستمون آقای جعفر معبودی داشتیم، میرفتیم سر کلاس. این کلاس هم چون همه ادالت بودن، همه بزرگسال بودن، اینجوری نبود هر 45 دقیقه یه بار زر زنگ بزنن بیان بیرون، یه بریک میدادن که بیاد هر کی میخواد سیگار بکشه. اون وقت هم 32 سال پیش، حالا تو حیات مدرسه، تو کلاس سیگار نمیکشید، اول تو حیات مدرسه میشد سیگار بکشید، الان دو تا کوچه اونورترش هم نمیشه. یکی وای میساد سیگار میکشید، یکی جوک میگفت. دوست خوبی داشتیم، آقای دکتری بود، اینجا سبزی فروشی میکرد، همیشه جوک میگفت و اینها. یه شب یه دایره‌ای وایساده بودیم همینجور صحبت میکردیم، اون گفت شما چجوری اومدی آمریکا؟ اون گفت من برام خواهرم اقدام کردی. اون گفت شما چجوری اومدی آمریکا؟ یه آقای بود به نام حسین شهابی، یادش بخیر، گفت که من برای داداشم ماشین ایمپورت اکسپورت میکنم، به همین خاطر آمدیم اینجا. گفتیم آقا چجوری شما ماشین ایمپورت کردی؟
و از آلمان چجوری اکسپورت کردی که به خاطر این به شما گرین کارت دادن؟ گفت من نمیدونم، داداشم اقدام کرده. ما دور از جونتون دیدیم همه اینا دروغ گفتن، رسید به ما. اون موقع زمان ریگان. گفتم والا میدونید که اینجا جمعیت ایرانی ها و مسلمان ها و اینها زیاد شده، اینا با یه مشکلی برخورد کردن و متخصص گیرشون نیمده. همه اینا گفتن این سوربی که دبیر برق بوده حالا چه تخصصی داره که اینو به خاطر تخصصش آوردن آمریکا؟ گفتم آها، هیچ کاری به رشته برق و دونستن مکانیک و اینها نداره. در رشته مردشوری اینها مردشور کم داشتن و آقای ریگان شخصا از این نامه‌هایی که اونا نوشتن، این زیرش امضای موری چی میگن مثل مور زده و اینا، نه، شخصا با من تماس گرفت. شخصا این آقای فخرآور هست از ایران، از تو زندان آقای ریچارد پرل برش داشته آوردش بیرون. حالا این روزا آقای امید دانا میگه آقا زندانای ایران هم اونجوری نیست که اینا میگن، دروغ میگن، باورتون میشه؟ این آقای فخرآور که آوردنش دبی، از دبی هم بلیت هواپیما گرفتن براش تو فرست کلاس اومده اینجا، آقای ریگان زنگ زد که سربی چه نشستی؟ گفتیم ما نشستیم، داریم و کار میکنیم، وایسادیم. گفت آب دستت بذار زمین، بیا اینجا، گرین کارت آماده، فوری هم سیتیزن میشی. گفتیم خب برای چی؟ گفت مردشور ما نداریم. یادتون اون وقتا میگفتیم میخوام برم مثلا آبادان، مادرت میگفت آبادان چی کار میکنن؟ مردشورش مرده که تو میخوای بری؟ یعنی از تو ایران هم ما کمبود مردشور داشتیم. خلاصه ما اینو که گفتیم، دور از جونتون، همه اینایی که دروغ گفته بودن از ما ناراحت شدن که آقا ما رو مسخره میکنی؟ گفتم مگه شما خدای نکرده دروغ گفتید؟ گفتم مگه شما دروغ گفتید؟ گفتن نه. گفتیم خب پس چرا ما شما رو مسخره کنیم؟ من دارم خودم رو مسخره میکنم، منی که 22 ماه در آلمان وایستادم معطل پناهجو، بعد بشم پناهنده، که دیگه اون موقع حتی آلمان من قبول کرده بود، گفت آقا بهت پاسپورت میدیم. گفتم نمیخوام، چون اگه پاسپورت شما رو بگیرم اون وقت میگی پاسپورت داری اینجا جاد امنه، بت مرگ هم اینجا و نمیخوای بری آمریکا. ولی خب اگر شما درست میگید، داستانتون حقیقت داشته، چرا اینجوری ناراحت شدید؟ یکی یکیشون معلوم شد که دروغ میگن. حالا اینو داشته باشید. زمانی که ما میرفتیم تو حیات مدرسه، این معلمایی هم که میمدن اونجا درس میدادن، معلمای افتخاری داوطلبانه اینا بودن. اینا یه سری کاغذ اعلامیه اینا رو توی این ساعت میآوردن میچسبوندن روی اون تابلو اعلانات که ما ببینیم در شهر چه خبره. از پله ها اومدیم بالا، نگاه کردیم، دیدیم عکس آقای حسین شهابی اونجاست، زیرش با انگلیسی نوشته یک پناهجوی تازه رسیده از ایران در حال کارآموزی در کارگاه است. همه نگاه هم کردیم، همه اونا خجالت، من یه لبخند میدونید ریشخندی زدم و آمدم. این آقای حسین شهابی عصبانی شد، گفت من پدر اینا رو در میارم، من سوشون میکنم، اینا به من تهمت میزنن که من پناهنده هستم. حالا کی تا حالا یکی از پناهنده بشه؟ این تهمته. میخوام بهتون اینو بگم دوست عزیز، خانم باران، بازم ممنونم. حالا واقعا اسم حقیقی شما بارانه یا اسم خودتون دوست داشتید این انتخاب کنید؟ اولا من خیلی از بارون خوشم میاد، تو بارونم را میرم، بابتشم یه بار کتک خوردم. یه پیرمردی حالا میخواست، این خیر و صلاح ایرانیام اینجوریه، من و پسرمون داشتیم میافتیم، پسرمون گفت من چت دارم. گفتم من دوست دارم زیر بارون قدم بزنم، شاعرانه شاطرانه. یا آقای پیری اومد گفت چرا زیر بارون راه میرین؟ زود برید خونتون. گفتم ما دلمون بخواد، به شما چه مربوط؟ طرق زد تو گوش ما. در اصل اینم یادمون نمیره، این دخالت ایرانیا از قدیم بوده و هست. و اما هنر نزد ایرانیان است و بس، همیشه اینو تو گوش ما خوندن
عین یاسین و ما هم اینجا عمل کردیم به مانند خر که یاسین به گوش خر نمیره. حالا آقایی به نام امید گلامی، گلامی هم نه ها، ایشون هم اومده خارج شده گلامی، امید شاید هم گلمیه، تو امید دلمی، تو امید گلمی، براتون نشون میدم این دوستمون به احتمال زیاد مسیحی شده و امان از دست اینایی که تازه مسیحی شدن. اون شعره یادتونه، موش و گربه، گفت خود مسلمان ناشده کار. نه اون مال موسا و سبان شبان بود، چی بود؟ اون موسا و شبان بود، ببخش. یه شعر دیگه ای بود که میگفت موش و نمیدونم گربان و زاهدان و از این چیزا میگفت. بذارید من اینو بهتون نشون بدم، امروز چون یه سیستم دیگه اضافه کردیم یه کمی بنده راستت شدم. خب سب بدید، خواهم براتون بگم که چجوری دانسته و ندانسته داریم کارار خراب میکنیم. خب بیاین اینجا، این آقای امید گلامی، گلامی نگید یه وقتا اون حالت خارجیش از بین ببرید، امید گلامی آمده اینجا گذاشته ای عیسی، ای ایران شد ای عیسی. چرا؟ کلیساها پول میدن، کمک میکنن، برای شما پناهندگی میگیرن. بریم. ای عیسی، ای نور جاودان، روشنی بخش هر دو جهان، نورت در دل ایمانداران، راحت را به پر جلال و کام. ای منکی زمین و آسمان. خب دوستان، حالا شما بیا به من بگو که چه کسی اینقدر باید نادان باشه که یه سرود ای ایرانی برای ما مونده. سرود ملی که نداریم الحمدلله، سرود شاهنشاهی هم که هی میگفت شاهنشاه ما زنده باد، بدبخت زودتر از همه مرد. یه سرود ای ایران برای ما مونده. این آقایون و خانمهای عقب افتاده که به شما میگن حیف شما 1400 سال بری عقب، بیا من دستتو بگیرم 2000 سال ببرم به عقب. ای ایران کرده ای عیسی، گفت زنده باد قدرت افیونی، خاک بر سرت ای ایرانی. داشته باش تا بریم سراغ هنر نزد ایرانیان است و بس رو براتون خوندم و با آقا مجید روز دوشنبه 27 آگست هستیم. یه دوستی به من گفت آقای سوربی، من نمیخوام به شما بگم ولی اون روز که دریای خزر رو نشون دادی، من هم برای اولین بار دیدم که ای بابا این دریا اون چیزی که ما میدیدیم نیست، یا اون چیزی که تو نقشه ها میدیدیم، و این دریای خزر تا قلب روسیه رفته بالا. میبینید الان از قزاقستان و روسیه و اینها هم رفته بالا. بعد به من گفت که من یه حمایت جزئی میفرستم، شما اگه لطف کنی یه بار دیگه هم این عکس رو نشون بدی، هم اگر عکسی داری که نشون میده این دریای خزر، چون آقای آریانپور تو اون نوشته که شما خوندید نوشته بودن که از اروپا کشتی میاد، وقتی میخواد بیاد تا اونجا یه افسر روسیه سوارشی، افسر شوروی، چون اون موقعی که آقای آریانپور مسئول بوده اون موقع میگفتن شوروی، بعد یه افسر یا یه مامور ایرانی اینو به ما نشون بده. دوست عزیز، من بهترین نقشه‌ای که تونستم پیدا کنم اینه، همتون میتونید پیدا کنید اینو، نگاه کنید اینجا، یا بذارید من اینجوری نشون بدم که بتونم ماوسم رو روش اینور اونور کنم، از تو سیستم بیاد بیرون. یک لحظه اجازه، کامرای دو بزنید، ورلد مپ یعنی نقشه دنیا،
بعد میتونید هی این ورورش نگاه کنید. اگه هنوز شما باور دارید که دنیا گرده، جهان یعنی گلوب، کره زمین، اگه باور دارین فلت و صافه، اون هیچ. ببینید دوست عزیز، این دریای خزر که ما اینجا ایران اینقدر نگاه کنید، ولی اونای دیگه تا اینجا ساحل دارن، ما اینقدر فقط ساحل داریم. اینی که نقشه کشیده بودن تا اینجا 50%، آقای آریانپور گفت در هیچ زمانی ما 50% نداشتیم، 11 تا 13% که طبق این نقشه هم درست. حالا اون دوست آقای آریانپور که گفت از چیز به اصطلاح میان از اروپا، احتمالاً نمیدونم کشتی از اروپا نمیمده، شاید ماشین و اینها میومدن، کامیون و اینها میمدن اینجا، به آب که میرسیدن که الان جورجیا هست مثلا، از یوکرین، لهستان اینا، بعد اینجا با کشتی ها یا با یه چیزایی هست به نام بارج میمدن اینجا. در هر صورت خیلی خوب شد این نقشه رو دیدیم، نگاه کردیم که ببینیم به درازای خود ایران این نقیق دریای خطر. ببینید این ایرانه، از اینجا از طرفای بوشهر و شیراز بیاین بالا، یزد و اصفهان و تهران، اینو یه خط صاف بکشید، اینم یه خط صاف بکشید. دوستان طول دریای خزر کمی بیشتر از طول کشور ایرانه. حالا برید مطالعه کنید و بی خود صحبت نکنید. همین امروز که با شما صحبت میکنم، این دوست ما آقای حبیب، درست میگم؟ اجازه بدیم اینم اتفاقا فکر کنم اینجا باشن، ولی بذارید من اینو کلوز کنم، اینا رو هم دعوت کنم بیان به وبسایت ما و صحبت کنم. ایشون برای من یک شعری نوشته و خب طبق معمول یه مش فوش به آخونده گفتم آقا هر چی دلت میخواد فوش بده، همینجوری فوش بدی 100 سال دیگه پیروز میشیم. ای کاش این آخونده هم مثل ما بودن و نشسته بودن فوش میدادن، عمل نمیکردن. ای کاش این آخونده هم مثل مجاهدین احمق بودن، نشسته بودن ویدیو میساختن. بذار این دوستمون گفتم چی اسمش؟ منش گفتم من نمیدونم چرا اسم شما رو فکر میکنم حبیبی هست، ولی اسم ایشون حبیب هست. حالا اینجا براتون پیداش میکنم که کی به کی و کجا به کجاست. این نقشه رو ببندم. خب بله، آقای حبیب سعیدی، بذارید من چون ایشون لطف کرده اینو فرستاده نشونتون بدم، با هم بخونیم و شما به من بگید، قضاوت کنید. بله، میگه که ایشون برای من نوشته بود که مواظب خودت باش، I love you. منم نوشتم که چش، I love you more، من شما رو بیشتر دوست دارم و جالب اینه که گیم نیستم. پاسخ داده که sending love message doesn't mean you are a gay nor I'm not a gay, just have a fun, I watch your TV program and enjoy your honestly and straightforward to the point talk show all the best. میگه که من برنامه های شما رو نگاه میکنم و از این روراستی و رگویی لذت میبرم. خب حالا آقای حبیب سعیدی گرامی نازنین، شما که از این آنستی و روراستی لذت میبری عزیز من، این ماجرای دریای خزر رو که یه عقب افتاده دیگه‌ای که بعداً اصلاً معلوم شد دروغ گفته، نه این سفیر روسیه بوده نه این تو اون برنامه ها بوده، تازه اگه بوده به ماچ، اصلاً این ماجراها نیست. مگه دریای خزر رو چند مدت پیش در زمان خاتمی هم نگفتن آقا داد رفت؟ من نمیدونم چرا این اطفال میریزه و نمیذاره من اینو به شما نشون بدم. باید این ماوس برقی رو، ماوس بیسیم چی میگن، وایرلس رو هم وردارم، همون ماوس سیمی قدیم رو بیارم، خودم رو هم راحت کنم. ولی قبول کنید که آقای حبیب سعیدی همچین چیزی نوشته. نوشته هموطن، این دو وکیل میهن پرست در اعتراض به واگذاری دریای خزر به روسیه
این چنین به بند و قلاده کشیده شدند تا آنان را تحقیر نمایند که به فاشیست زمان سید علی خامنه ای باید گفت. چیکار میکنیم وقتی حرف نمیتونیم بزنیم؟ دست به دامن شعر میشیم. میگه که باید گفت شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود، نبرد بند و قلاده شرف شیر ژیان برای خوش آمد حرامزادهی به نام ولادیمیر پوتین دیکتاتور روسیه دریای خزر با عزیز من. اصلا این ماجراها نیست، شما رو سر کار گذاشتن. مثل پرژن گلف یادتونه گفتن عربیان گلف، بعد بیان اینجا رو امضا کنین. پسره عربه رو من و شما میلیونر کردیم، از بس هی برای دوستامون فرستادیم آقا بیا اینجا بنویس، اونم رفت نشون داد بیا آقا نگاه کن چند تا نادان رو وبسایت من میان هر روز ویزیت میکنن، وبسایت رو با یه قیمت خوب فروخ. و اگر یه کسی هم مثل سوربی آمد و رک و راست گفت، همین شما که از رکگویی سوربی خوشتون میاد، ته دلتون یه سایه، یه شادو غمی، یه چیزی میگیره. رفتم دکتر، دکتر گفته اون پایین یه سایه هست. گفتم خب ما شیرازی هستیم، تو دلمون هم سایه هست، آفتاب جا نداره. در هر صورت شیراز آفتاب بدی داره، یادتون باشه. خب حبیب سعیدی عزیز، یکم درباره دریای خزر مطالعه کن، نقشه رو بخون، قراردادها رو بخون. اگر نقشه هست که روی آب خط نامرئی میکشه، ما تو هنرستان میگفتیم خط نامردی چون دیده نمیشه، جالب هم بوده ها، میگفتیم نامردی ها دیده نمیشه. این یه دوستی برای من یه دونه از این چیزا فرستاده که آقای سوربی اینو بذار رو صندلی و کمردرد نمیگیری، عرق نمیکنی. یادمه این سالها پیش این چیزا رو راننده تاکسی ها خیلی داشتن و خیلی هم گرون بود، فکر کنم الان 10-11 دلار بیشتر نیست، ولی اون کسی که لطف کرده اینو برای من فرستاده ازش ممنونم. در صورت حالا که ما اینو گذاشتیم، اون چیزی که دو شکچی که زیر پامون بوده اونو برشتیم، یک کمی امروز پایین هستیم تا به این عادت کنیم. ولی راست گفت، چون این مهره ها وسطش هوا میره عرق نمی کنی، زمینن چوبه، شما رو چوب امکان نداره عرق کنی. اینم از این، از کجا به کجا پرید. بله، این اگر نقشه ای پیدا کردید، قراردادی پیدا کردید که چیزی اینجوری گفته، بیاین با هم صحبت کنیم. اینم از این ماجرا. سونیک دیزاین اینک استار نیشن اون، اینم از اون. یه دوستی هست به نام آقای زمانی، یه ویدیوی بسیار قشنگی درست کردن از سفر عارف به ترکیه و دیدار ایرانی ها. رفتن ترکیه یا شایدم نه کجاست اون شایدم رفتن قزاقه، کجاست بگید دیگه، کشتیگیران اون وقتا زیاد میرفتن اونجا، مسابقات کشتی اونجا برگزار میشد، عجب. در هر صورت به ایشون گفتم اگه میخوای با یه هزینه کمی ما اینو نشون میدیم. من واقعا احساس ابراز تأسف میکنم که دوستان بلد نیستن حتی پاسخ بدن به نوشته های شما. مثلا شما به یکی مینویسی آقا میای مهمون برنامه ما بشی، میگه بیلاخ. میگم آقا این بیلاخ ایرانیه یا موفق باشیده؟ اگه بیلاخ ایرانیه که شما اگه عمت هم دعوتت میکنه میگه بیا چلو کباب میخوام بپزم، بهش میگی بیلاخ. اگه بیلاخ آمریکاییه، یه آمریکایی میگه آقا این جمعه ما باربیکیو داریم، بهش میگی اینجوری، یعنی میام نمیام چه خبر، کارمون خراب. چهارشنبه 31 مرداد 1379. تشکر میکنم از علی آقا که چند سال این تاریخ ها رو اون مینویسه و برای ما میفرسته. ولی دوستان، مخصوصا اون دوستی که از ما بر کرده بود، بعد آشتی کرده بود، حالا آمده و گفت ویدیوی شما برای دیدنش باید خیلی اینور و اونور بپرم، من ازتون اجازه میخوام که چقدر خوب شد این وسطی رو الان نشون نداد که من، اگه شما هم همچین چیزی میبینین فوری پنیک نکنید. Select area، ببینید من این صفحه کامپیوتر خودم رو اینجا نشونتون میدم. من الان زدم مردم tv.com. ببین حتی خود من که این صفحه مال منه، خود من که این
همه چیزامون به هم وصله. باز اینجا ببینید مثلا ادوب فلش مینسه، ادوب فکر کنم چیزو میگفتن ادوبی، یه قالب جلی رو یا یه چیزی رو سوش میگن، میگن ادوبه که روش مینوشتن اون وقتا زمانهای قدیم. در هر صورت ببین دوستان، کامپیوتر با شما حرف میزنه، میگه ران ادوبی فلش، من میگم چش، اجازه میدی؟ بله. اجازه که دادم ببین اینا تغییر کرد، این چیزایی رو که نشون نمیداد اینا رو داره نشون میده. گاهی وقتا حتی این آگهی های گوگل رو نشون نمیده. پنیک نکنید، این بالا بذارید بهتون نشون بدم. اگر شما هم والا ما همین قدری که بهتون درس میدیم، شما باید حمایت کنید تلویزیون مردم رو، نمی کنید. اینا رو باید برید ثبت نام کنید، یک کلاس تابستونه بگیرید تا برید یاد بگیرید. ببینید اینجا که آدرس باکس هست، خواستم بگم آدرس باکس، گفتم آدرس باکس. این بالا میبینید یه چند تا علامته، این یکی مال ادوبی لوحه که بچه ها میبردن مدرسه موقعی که مله ها درس میدادن، روی لوح مینوشتن. ببینید این مال ادوبیه، این یکی ببینید میگه که مثلا مردم تیوی رو میخوای داشته باشی یا نه. من اگه بگم آقا اینجا یک صد درست کن، هیچی نمیخوام ببینم، حالا ببینید اگه بزنه بیاد صفحه، دیدید اون آگهی ها دیگه رفت. اینا اگه نیست یک کمی این بالا ماوستون رو بچرخونی. من میدونم شما حتما اگر یه عکس لختی باشه این ماوستون رو رو سینش میبرید، رو فلانجاش میبرید که بلکه لباسش باز بشه. رو عکس لختی اگر هست که دیگه احتیاج نیست ببریم تا باز بشه. ولی تو صفحه‌ای که میخواین بیان هر روز نگاه کنید میترسید. من نمیدونم چرا. برمیگردیم به تلویزیون مردم. دوستان من از امروز اینجا برنامه زنده رو گذاشتم. ببینید این وسط با فارسی نوشته پخش زنده، با انگلیسی نوشته listen live، برای که این عکس رو ما از یه رادیو کش رفتیم. اوکی؟ ولی این ماوستون رو ببینید بچرخونید، اینجا که رسید میشه تام نیل، یعنی انگشت ناخونتون. اینجوری کلیک میکنید، معجزه امام زمان انجام میشه. کی میاد اینجا؟ همین صفحه‌ای که من دارم نشون میدم. حالا ببینید همون صفحه ها، چرا حالا هی صفحه تو صفحه میشه؟ اگه فیزیکتون خوب باشه، قانون آینه های موازی که یک جسم رو در مقابل یک کیش که قرار میدی، این تصویر میندازه تو اون، اون تصویر میندازه تو اون، اون تصویر میندازه تو اون، و همینجوری الی آخر میره تا چی؟ اونجایی که نباید بره. این میشه بی نهایت. تموم شد. این برنامه زنده رو پخش میکنه. حالا اگه میخواین صداشم براتون باز کنم. زنده رو پخش میکنه. حالا اگه میخواین صداشم براتون باز کنم. حالا میبینید من اگر این صدا رو نبندم، همون حالتی که برای تصویر پیش اومد، این تصویر میندازه به اون، اون تصویر میندازه به این، این تصویر، صدا هم همینه. این صدا میره توی میکروفون پخش میشه، چون خودم دارم گوش میدم، دوباره برمیگرده، دوباره میره، دوباره برمیگرده، دوباره میره، دوباره برمیگرده، تا جایی که سوت میزنه، جیغ میزنه. به همین خاطر اینایی که تو رادیو کار میکردن قبلا همیشه گوشی میذاشتن رو گوششون. الان هم میبینید یه عده دوستانی که برنامه دارن، چون بلد نیستن که اسپیکر رو اینا رو درست کنن، ست کنن، نشسته حالا مثلا با یوتیوب داره برنامه اجرا میکنه، ضمن این که یوتیوب خودش اینجوری گذاشته اینجا میخواد بره کره مریخ. الان داره انقلاب میکنه. اگه این برنامه رو احمق، اینو برای کسایی گذاشتن که صدا پیچش و پژواک، تو وقتی خودت نشستی برنامه درست میکنی، کسی نیست صحبت کنه، صدای کسی نیست دیگه، گوشی و اینا، تو باید یه چیزی بچپونن یه جای دیگر، نه اینو تو گوشت بذارن. دیدم بهوانی احمق هم این کارو میکنه. خب الان ممکنه بعضیاتون سوال کنید چرا به بهوانی میگید احمق؟ ما اینجا یه چند سالی میشناختیمش، از حماقتش میتونم براش نامه بنویسم، گواهی بنویسم که یه جایی اگه میخواد بره
حقوق بگیره از باشگاه احمقا، بره اونجا حقوق بگیره. خب خوب شد همین میکروفونه رو که آوردم و رفت، این سر میکروفونه افتاد. این یه دونه ابر کوچولو هست که اینو شما اگه بذاری رو میکروفون وقتی صحبت میکنی اون پاپ 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 میگیره. اصلا بهش میگن پاپ فیلتر، فیلتر پاپ. تو خیابون برنامه اجرا میکنی صدای رفت آمد ماشین و اینا رو میگیره. اینه که میبینی اگه یه نفر وایساده دم کاخ سفید برنامه اجرا میکنه، میکروفونش مثل یه بستنی آمریکایی، یه انقدی مو و پشم و اینها روشه. این پشم نیست، این فیلتره. اینجوری میکنن که صدای اون دور میره داخل این نمیرسه، صدای این که نزدیکه میره داخل میرسه. و اما بریم خدمت دوست خوبمون آقای حسن خزایی. حسن خزایی خیلی آدم خوبی، انسان شریفی. هر 10 روزی من یه بار بهش نق میزنم، میگم حسن جان جان مادرت اینقدر برای من لینک نفرست. میگه ای به چشم. 3 روز رعایت میکنه، دوباره از روز 4 هرچه آشغال برای من میفرست. و من میخوام یه روزی وجدانن خودش چیزایی رو که برای من فرستاده نگاه کنه، بگی سوربی این چیزایی که برای تو فرستادم امروز مثلا 16 ساعت باید وقت میذاشتی تا نگاه کنی. برای یه آقایی به نام علیرضا حقیقی، بذارید عکس پیاماش بهتون نشون بدم. نوشتم آقا من که قبلنم به شما گفتم اینقدر آشغال برای من نفرست و از ما به عنوان سطل آشغال استفاده نکن. آخه چیه شما هر ویدیویی رو هر ننه قمری برات میفرسته شوتش میکنی به طرف ما؟ نکنید این کارو. اونم یه بیلاخ میفرسته. حالا اگه بیلاخ ایرانیه ما 2 تا بیلاخ ایرانی به شما میدیم آقای علیرضا حقیقی، چون میبینم بعضی وقتا رو برنامه زنده میاد. ولی اگر موفق باشی آمریکاییان، من 2 تا موفق باشید به شما میگم که انشاءالله موفق باشی این کار رو نکنی. آقا یه ویدیوی نگاه میکنی، ویدیو میفرسی مثل آقای سعید، بگو که البته اشتباه نوشته بود کرملین روزولت، کرمت روزولت، یه هم چیزی، حالا اسمش مردشورش هم ببره، این همون سناب بچ بود، SOB فرستاده بود، نوشته بود از دقیقه مثلا 22 نگاه کنید، اینجا میگه ما 1,000,000 پول دادیم که تو ایران به اصطلاح کودتا کنن، 60,000 دلار بیشتر لازم نبود، از بس ایرانی ها خود فروشن احتیاج پول ندارن. یعنی میگه یه چیزی میده یه چیزی هم بالا میده، وقتا یادتونه میگه یه چی میده گاله میده یه چیزی هم بالا میده. در اصل اینم از این ماجرا. و اما آقای مرتضوی اون روز وقتی ما صحبت میکردیم 2-3 تا چیز گفت که فقط گفت و رفت، نگذاشت ما جوابش رو بدیم. مثلا یکیش آخر برنامه من بهش میگم به امید دیدار شما یا روزهای بهتر، میگه شما مثل آقای بهبانی وقتی میخوای خداحافظی کنی عمه و ننه و خاله، و من همچین چیزی به کسی نگفتم. اتفاقا من میگم آقا شما وقتی من نمیشناسی بعد میگه سلام برسون، من سلام شما رو به کی برسونم؟ کسی که شما رو نمیشناسه اصلا این چه عادت زشتیه؟ این یکی، شما برنامه من رو توجه کنید. من سالهاست برنامه رو همینجوری باز میکنم، همینجوری هم تموم میکنم. و این به امید فردایی بهتر و آیندهی روشنتر. میدونید که آقای آریانپور یه دفعه حرف قشنگی زد، گفت ما تمام چیزایی رو که استفاده میکنیم از دیگران یاد گرفتیم. اگر چیزی رو خودمون یاد گرفتیم که ما مخترع هستیم، میتونیم اختراعش کنیم به سطح برسونیم. ما آدمای موفق کسایی هستن که چیزایی رو که یاد گرفتن استفاده میکنن. یه آقای هست به نام آقای نادر رفیعی، موقعی که من نه تلویزیون داشتم نه تو تلویزیون بودم، این برنامه میذاشت مثلا از تو خیابون وست بود با ایرانی ها صحبت میکرد و وای میساد وسط خیابون نگاه میکرد تو دوربین، میگفت به امید روزهای بهتر و آینده روشن‌تر. خب ما اینو میگیم. اولی هم که میایم همیشه گفتیم امیدواریم که تا این لحظه اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. این یه قسمت. یه قسمت دیگه آقای مرتضوی گفت آقای سوربی شما
اون کتاب کارنگی مال 90 سال پیش 1920 بوده، اونو خوندی؟ گفتم نه، اینجا میرم کارنگی هال، ولی نمیدونستم اصلا این اسم یه شخصیتیه. دیل کارنگی، کتابش هم الان گرفتم روی اینترنت، گویا هم هست. اگه میخواین 4 ساعت و نیم با سرعت تند، که حدود 6 ساعت با سرعت معمولی میشه، اگه میخواین این 200 چند صفحه رو یه نفر براتون بخونه، بگید من براتون لینکشو میفرستم، خودتونم میتونید گوگل کنید پیداش کنید. اینقدر من خوشحالم که ما از این تلویزیون ساتلایتی عمه و خاله و دایقزی اومدیم بیرون و آمدیم تو تلویزیون اینترنتی، چون اونی که میاد تلویزیون ما رو نگاه میکنه اقلا بلد ایمیل بفرسته، اقلا کامپیوتر داره، اقلا بلد کامپیوتر روشن کنه. اونی که اومده تو فیسبوک یه درجه دیوانه تر اومده فیسبوک داره و یه مقداری بهتر شده از این لحاظ، الحمدلله. آقای مرتضوی منو یاد آقای حمید کشاورزنیا میندازه. حمید کشاورزنیا یه آدمی، یه هنرمند، معلم دانشگاه، آدم خوبیه، دکتر کشاورزنیا، اونم دکتر و همشهری ما هم هست. از 17 سالگی شیراز رو ول کرده با کشتی و مشتی و فلان اینا از پاکستان و اینها. حالا من نمیدونم اون موقع که این مسئله نبوده چرا این مثل آدم قشنگ سوار هواپیما نشده بیاد آمریکا. آمده و خلاصه سیتیزن آمریکا هست، سیتیزن کانادا هست، خیلی آدم زحمتکشیه. یه دفعه تو برنامه به من گفت آی سوربی میدونی مردم چرا به شما میپرن؟ گفتم نه. گفت برای که شما به مردم میپرید. گفتم آقا من اومدم اینجا، من چجوری میتونم به کسی بپرم؟ من دارم نظر خودمو میگم، شما این رو به عنوان یه تاپیک استفاده کن، به مردم یاد بده که ملت، من الان اینجا نشسته بودم، سوربی داره نظر خودشو میگه. بعد بهش بگو آخه بی پرنسیپ، بی عقل، تو چرا حرف بد میزنی؟ گفت نه، شما اگه حرف خوب بزنی اونا به حرف خوب میزنه. دوستان به جان بچه هم دروغ نمیگم، از خودشم میتونید سوال کن. این رفت نشست توی برنامه، همچین که داشت برنامه اجرا میکرد، حالا برنامه حافظ، برنامه شعر، گفتگو، یه نفر زنگ زد بهش فوش داد. من از هم عصبانی شده بودم از اون که فوش داده بود، هم از خنده روده بود. بهش اشاره کردم گفتم دیدی حالا آقای حمید کشاورزنیا، دیدی شما اگر روشن فکر جامعه ما بودی این اتفاقی که در برنامه من افتاده و در برنامه‌های دیگه افتاده این رو باید به نقد می‌کشیدی، و اگه شما درباره‌اش صحبت کنی، اگه آقای مرتضوی درباره‌اش صحبت کنه درست میشه، ولی اگه آقای مرتضوی بیاد بگه یک کتابی مال 90 سال پیش من تا حالا 10 بار خوندم و تو این کتاب میگی مثل کاج، مثل سرو باش. کاجم نه، کاجم تکون می‌خوره و کاجم هم میوه داره هم چی داره، این سرو که حالا اونا در شعر درست کردن که ما چون خیلی بلند قامت هستیم میوه نداریم، سایه نداریم، فلان اینها، سر مثل سر باش که باد که میاد از بغلت بره، ولی مثل درخت چنار نباش که باد اینجوریت کنه. و یعنی حقیقتا ایشون میگه هر کی هم فوشت میده بگو شما خوب کاری کردی. اون شعر علی کنکوری بود، سر تو خم کن تا درها باز بشن، چون تا بگی نه پشت کنکور میمونی. گفتم آقای مرتضی قربونت برم، من 20 سال از عمرم رو اینجا گذاشتم که بیام به مردم یاد بدم نظرشون رو بگن، دروغ نگن. اون وقت شما میای به من میگی آقا راست نگو، دروغ بگو که مردم خوششون بیاد. حالا اگه تعبیر من چیز دیگه ای از این صحبت آقای مرتضوی، دوشنبه هفته آینده که با ایشون هستیم این بحث رو صحبت میکنیم و دربارش میگیم. و اما وقتی که ما داشتیم درباره ترامپ شارلاتان و این مرد نادان صحبت میکردیم، گفتیم این هر کاری رو اوباما کرده یه دشمنی خاصی با اوباما داره. داستانش هم براتون گفتم، یه دوستی داریم به نام فیروز، این سالهای سال آمریکاست و این خیلی قشنگ آمریکا رو توضیح میده. میگه آمریکا مثل یه کادیلاک، ماشینای کادیلاک همه حسرت داشتن، میدونی بهش میگن کینگ آف رود، یعنی پادشاه جاده. هارلی دیویدسون رو میگن پادشاه جاده برای موتورسیکلت، اونو میگن به اصطلاح پادشاه جاده ها، ماشین کادیلاک. ماشین کادیلاک رو اونایی که وضعشون خوب بوده میخریدن، خب خیلی هم همینجور حسرت به دل میموندن.
ولی بعد یه مدت که کهنه میشده، دو سه تا صاحب عوض میکرده و دیگه سفید پوستان نمیخواستنش، یه بدبخت سیاه پوستی میخریده که عشق کادیلاکو داشته، اولا میومد توشو به جای چرم و اینها پوست مینداخت، پوست بره، پوست گاو، پوست شیر، هرچی قالپاقاشو عوض میکرد، زر و برق میزد و بهش فلان اینا. بعضی آمریکایی‌ها این کادیلاکا رو که میدیدن ناراحت میشدن که آقا این کادیلاک پدر بزرگ من بوده، نگاه کن این سیاه نکبتی چی کارش کرده. میرفت اینو میخرید و میگم من میخوام اینو برگردونم به اون موقعی که بابام داشت، بابا بزرگم داشت. امکان نداره. شما هر ماشین کهنه ای رو ریستور کنی، پتیک با پسرش میدونه، پتیک گفت به من میگن پیتر تو آمریکا، خلاصه میدونه. شما میتونی ریستور کنی. ریستور کردن یعنی دوباره ساختن، بازسازی کردن، از نو جمع و جور کردن. ولی این ماشین آخرش اون هفت بیجاری که تو ایران میگفتن، درش مال یک کادیلاک دیگه است، قرمز بوده، شما آبیش کردی، شاسیش مال یه چی دیگه است، شاسیش در جاش جوشکاری کردی، بمانه. آمریکا دوستان اینجوری شده. آمریکا یه کشوری که یه نفر اشتباهی اومد اینجا، فکر کرد رسیده هندوستان، به خاطر همین به این نیتیو یا به این بومیای اینجا میگن ایندیان، در صورتی که اینا ایندیان نیستن، ایندیا همسایه خودمونه اونور پاکستان. خلاصه بعد خوردن به اون مسائلی که خب اینجا زیر نفوذ انگلستان بود، کنترل اونجا بود، بعد ماجرای بردهداری بود، بعد که اینا انقلاب کردن و جدا شدن هنوز بردهداری. بردهداری یعنی کار مجانی. خب شما اگه یه کارخونه ای بهت بگن آقا کارگر مجانی میدیم، پولم نداشته باشی میری قرض میکنی کارخونه رو راه میندازی چون کارگرش مجانیه. آمریکا اگه تو دنیا اون موقع موفق شد، کامبینیشن یا مجموعه این اوضاع و احوال بود، کار، دستمزد مجانی، ایمیگرنت ها، مهاجرینی که میمدن اینجا، مثلا یک طرف تو ایتالیا بود تو خونه باباش بود، اینجا که میمد حاضر بود 10 نفر توی اتاق بخوابن، کار سخت، شب و روز کار میکردن، این کار و فلان اینها موفقیت. از اون ور چینی ها را آوردن اینجا راه آهن، باز مجانی. رسید به یه جایی که آقای آبراهام لینکلن اومد گفت آقا این سیاها رو آزاد کنید، آخرم زدن کشتنش بیچاره به همین خاطر. و چی شد؟ حالا سیاه هم حقوق میخواد دیگه، آمریکا نمیتونه ماشینشو بفروشه. ژاپن گفت این ماجرای کوانتوم کامپیوتر، من فیزیک کوانتوم فیزیک شنیده بودم ولی کوانتوم کامپیوتر مطالعه چیزی توش ندارم. کامپیوتر که میدونید از مجموعه صفر و یک هست، مثل یه سکه‌ای که یه طرفش نوشته باشه یک، یه طرفش اینجا میگن head and tail، یه طرفش عکس سر، یه طرفش عکس دم عقابه، مثل شیر خط خودمون. و میگه هر لحظه که شما اینو میندازی بالا، میگه هر لحظه که شما اینو میندازی بالا وقتی میاد پایین یه طرفش پیداست. ولی کوانتوم کامپیوتر میگه این سکه رو عمودی نگه دار و به دست بزن به یه طرفش و میچرخه، میگه همیشه شما هم یک رو میبینی هم صفر، جوری میشه که مجموعه یک و صفر رو تو هم میبینی با سرعت که میچرخه. من مغزم داشت دور میشه. به زودی چین از آمریکا جلو میفته در رشته ستلایت و کوانتوم. دوست دارم یه ایرانی کوانتوم رو برای من توضیح بده. لطفاً پیام نذارید آقای سربی شما نمیدونی کوانتوم چی چیه. نه آقا من نمیدونم کوانتوم چی چیه. آقا شما نمیدونی هژمونی چیه، شما که نمیدونی هژمونی چی چیه اینجا رو ببند برو. آقا من بستم، تو چقدر احمقی که دوباره برمیگردی برنامه کسی که نمیدونه هژمونی یعنی چی، کسی که نمیدونه کوانتوم یعنی چی تعریفش به فارسی داری نگاه میکنی. خب این قسمت آقای مرتضوی رو بذاریم کنار. کتاب کارنگی، کارنگی میگه چجوری دوست پیدا کنید اینها. گفتم آقا من اصلا 100% با گفته های این مخالفم، یعنی چی؟ یا یه چیز دیگه هم گفت آقای چیز، مثال زد که برگ داشته باشید که باد از برگاتون بره بیرون. مثلا دیدید به جای شعار که می‌نویسن شعاره رو سوراخ سوراخ می‌کنن که وقتی دارن راه میرن باد از وسطش بره بیرون.
آقای مرتضوی، بعضی وقتا این شعارا به خاطر سوراخ سوراخایی که توش شدن نقطه اضافه شده، خوندنش اشتباه اصلا درست میکنه، اعدامو میکنه اعزام، اعزامو میکنه اعدام. باید با هم صحبت کنید. دفعه دیگه آقای مرتضوی، یا میکروفون در اختیار شما، از اول تا آخرش خودت صحبت کن، من یادداشت میکنم بعد من صحبت میکنم، یا اینکه وقتی شما یه موضوعی رو میگی به منم اجازه بده تا بیام توی صحبت. ولی ما اون روز با آقای مصطفی زاده خواستیم بگیم آقای مصطفی زاده، شما اگر نامه نوشتی و آقای لادن یا دوستمون آقای افشارها، هر کی، آقای افشارها که میگم من اصلا کاری با ایمیل ندارم، هر کی تلفن زد وای میسم دو شبم باشه باهاش صحبت میکنم. خلاصه ما داشتیم درباره اون صحبت میکردیم، خواستیم خوبیهای آقای لادن رو بگیم ببین ایشون حتی از من کم سواد هم اون انتقاد رو قبول کرد. وقتی من گفتم آخه آقا میگن به کلاغ بگید، گفتن منار میاد فلان جاد، گفت آقا یه چیز بگو که بگنجه، این 40,000 کتاب، 40,000 سوار، 40,000 روز، 40,000 شتر. و همینجا میگم آقای لادن، اگه ما توی تلویزیون یه کمی اغراق میکنیم، اگزاجوریت میکنیم، این اسپل اگزاجوریت هم خیلی قشنگه، برید نگاه کنید این چی باید بنویسید تا بخونیش اگزاجوریت. اگزاجوریت میکنیم برای اینی که نفس تلویزیون همینه. تلویزیون مثل اینایی هست که توی قهوه خونه ها شعر رستم و سهراب میگفتن، گفت چنین آمد اصلا این که اونجا نبوده که تقی بشنبه، ولی این تق و توق و اینا رو اضافه میکنه که شما اگه یه وقت خدای نکردن معتاد هستی اون گوشه داری چرت میزنی بیگ با چی شد؟ رستم اومد، رستم بابای من بوده. در هر صورت گفتیم که آقای مصطفی زاده شما ببین ایشون حتی انتقاد ما رو قبول کرد، اونو درست کرد و تصحیح کرد. حالا آقای لادن یه نامه نوشته که من با اجازه ایشون این رو تو برنامه جواب میدم، برای که دیروز بنده باز گرفتار و اسیر دکترا بودن. این با دکترا که خواستیم بریم، خانم من گفت من همراهت میام، شما مثل که رود نمیشه به این دکترا صحبت کنی. گفتم من با چی بگم؟ گفت خب وقتی میگی میری بگو اینجا هم درد میکنه، اینجا هم درد میکنه. میگم من که دکتر نیستم، اون دکتر با این همه دستگاه، با این همه آزمایش، اون باید به من بگه چته. و الا اینا که سایکیک نیستن که من برم بگم یکی از فامیلام مرده، بعد اون بشینه اونجا بگه بابات بود، بگم نه، بگه بابا بزرگت بود، بگم بله، بگه آفرین پنج تا من بنده اینجا. دکتر دستگاه داره فرم. گفت نه من میام. گفتیم باشه، رفتیم اونجا. یه دکتر طاهری هست دوستان، اگه دکتر قلب میخواین تو این منطقه، آقای دکتر حمید طاهری توی تلویزیون رنگارنگ هم 20 سال پیش و اینها چندین برنامه داشت، دیگه تلویزیون ها از بس بد شده دکتر مکترا هم جمع کردن رفتن بیرون، یا اونها از بس بسشون خوب شده ماشاءالله همشون هم کلینیکال خودشون خریدن، مبارکشون باشه، این چشم ما از اون چشم روشن‌تر، چرا نه، سالها زحمت کشیدن. خلاصه رفتیم اونجا و دکتر طاهری گفت باید این کار انجام بدیم، اون کار انجام بدیم و اینها. گفتیم چشم. وقتی آمدیم دوستان یکی یکی احوال پرسیدن، آقای انصاری، آقای پتیک، آقای لادن، ایکس ایگرگ، همینجوری احوال پرسیدن. ما برای همشون نوشتیم، رفتیم آزمایش‌ها رو انجام بدیم، آزمایش‌های امروز خوب بود، ولی دکتر گفته یه همچین آزمایشی، یه همچین آزمایش، و آمدیم بیرون. و حالا که شما اینو میگی ما یاد یه جوکی افتادیم. یکی از دوستان، جوک حقیقی هم هست، یکی از دوستان ما به نام کامران بیماری براش پیش آمده بود و رفته بود و خیلی هم حالش بد بود، اصلا فکر میکردن که خدای نکرده ممکنه بره از این دنیا. و وقتی جون سالم به در برده بود، بعد از بیمارستان رفته بود مطب دکتر، دکتر بهش گفته بود که از این قرص روزی دوتا میخوری. گفته بود چشم، گرفته بود دستش، گفته بود من از این قرص روزی دوتا دوبار میخورم. دکتر گفته بود نه آقا، روزی دوتا قرص با هم دوتا دوتا میشه چهار تا. گفته بود من میفهمم، ولی خانمم به من گفته. دکتر گفته بود خانم دکتره؟ گفته بود نه. گفته بود خب من دکترم، تو حرف منو قبول میکنی یا حرف خانمه؟ گفته بود ببین شما دکتری از احترام خاصی هم برخورداری،
ولی من با همسرم باید زندگی کنم. اگه حرف همسرم گوش نکنم زندگیم تباه میشه. دکتره گفته بود آقا برو همون روزی 4 قرص رو بخور. آمریکایی‌ها میگن happy wife happy life، یعنی اگر همسرت خوشحال باشه زندگی شاد و خوشحالی خواهید داشت. امیدوارم همتون اگر زنی، نامزدی، دوست دختری، دوست پسری دارید شاد و خوشحال باشید، اون رو هم شاد و خوشحال نگه دارید. خب بیان سراغ این ماجرا. دیروز باز این خانم آمد از من سوال کرد شما حساسیت داری به چیزی؟ گفتم تا امروز نمیدونم به چه چیزی حساسیت دارم یا نه، ولی فعلا نه. بهش گفتم حالا بذار یه جوکی برات بگم. یه نفر رفت بیمارستان، بهش گفتن شما تا حالا پنسلین زدی؟ گفت بله. ایرانم که دیده بودی یه سوزنی به این کلوفتی آماده داشتن، همه پنسلین رو تزریق میکردن، پنسلین رو زدن به این بنده خدا، این قش گرد اصلا فینت رفت، آب بیار، اکسیژن بیار، آوردنش به هوش. گفتن آقا تو که گفتی من پنسلین زدم؟ گفت خانم پنسلین زدم، هر وقت میزنم همین اتفاق میفته. در اصل اگه میرین دکتر، من که دو قرصا رو کردم توی یک کیسه، خندم گرفت. گفتم اون وقتا این پیرمردا پیرزنا میخواستن برن یه مسافرت چیزی، قرصاشون که میوردن ما میخندیدیم، میگفت این همه قرص به خودشون میارن، حالا من 6 تا 7 تا چند تا یه مشتم ویتامین بود ریختم تو این پلاستیک با خودم میارم. بعد گفتم خب اون موقعی که ما میگفتیم این پیرمردین پیرزنا، این بنده خدا 40 سال 50 سالشون بود، الان خودمون 62 ساله. بذارید ببینیم این خانم باران مثل که دوباره تماس گرفته، ببینیم چیز مهمی هست. گوش زد گردن. این گوش زد یعنی چی؟ یعنی زدن تو گوشت؟ یا میگفتن آویزه گوشت کن. آقای سربی مجددا سلام. نه اسم واقعی من بارانی هست که من مختصرش کردم به باران. من کرد هستم و خوشحالم که شما توجه کردین به من، ممنونم از لطفتون. و نه اسم واقعیم همینه. متشکرم و موفق باشین آقای سربی. من از برنامه هاتون بسیار بسیار لذت برم. آرس یک سوال داشتم، اگر من بخوام کمکی بکنم، کمک ناقابلی به برنامه شما، چجوری باید این کمک رو بکنم؟ ممنونم. اونم الان بهتون نشون میدم. چون شما روی اینترنت هستید، روی همون صفحه مردم تیوی که نشون دادم، هم این بر سمت راست هم این بر سمت چپ، یه طرفش با انگلیسی نوشته دونیت، یه طرفش با فارسی نوشته. اگر اهل پیپل و اینا هستید لازم نیست اکانت داشته باشید، میتونید بفرستید. اگر نیستید، اگه این تلفنتون دستی هست، من میتونم شماره حساب بانکو بفرستم. ما الحمدلله تو همه بانک ها حساب باز کردیم، بی بی ان تی، نمیدونم تی دی بانک، پی ان سی، اون امریکا، بانک آف امریکا، براتون بفرستم. اگر براتون هزینه ای نداره، چون بعضی هاشون خیلی هزینه میگیرن، احیانا شما چون تو آمریکا هستید هزینه ای نمیگیرن، بهشون بگید برای من مهم نیست که همین الان برسه، 5 روز 3 روز دیگه هم برسه مهم نیست، هزینه نمیخوام بدم. اگه میخوام $10 $20 $50 کمک کنم ممنونم. شما چه کمک کنی چه نکنی من از این ممنون. من تو کرمانشاه خدمت کردم خانم، و زمانی که کرمانشاه بودم که کاروان ایرانیان در زمان شاه فقید داشت طلا میبرد به کجا؟ به عراق. 3 روز من سرباز آقای محمد خدایا دوستان دیگه من هم بودن اونجا، اینا 3 روز تو خیابون ما وایستاده بودیم به اصطلاح پشت به خیابون رو به مردم که یه وقت مردم حمله نکنن به این ماشینیا. کاروان طلا مرقد امام حسین رو داشتن میبردن کربلا. حالا دوستانی که امروز میگن ببین ما چقدر احمقیم که نمیدونم پول فلان جا میدیم، پول فلان جا میدیم، اینا خبر ندارن. اینا مثل دوست اون آقای حبیب سعیدی احساساتی میشن. ما بدبختیمون از این هم یه غوره میخوریم سردیمون میشه، یه مویز میخوریم گرمیمون میشه. ما با منطق نمیتونیم عمل کنیم. 3 روز خیابونای کرمانشاه رو بستن تا کاروان
مرقد امام حسین که طلا بود عبور کنه بره. مردم چه چیزایی داده بودن به این کاروان، مردم گشنه و بدبختی که کنار قیابون توی جوب آب استخرشون بود و کنار جوب آب رخت میشستن. باورتون نمیشه حتما. اون دوستی که گفته بود من میرم پس میگیرم، آقا شما لازم نیست بری دریای خزر پس بگیری، این آخوند پدر سوخته هراتو گرفته، هرات افغانستان، برید بخونید، آمده یه شهر جدیدی کنارش زده، اصلا همه چیزا ایرانی، مدرسه ایرانی، درس ایرانی. بعد جالب بود، من نمیدونم چرا اون خبرنگاره، اون خانمه اینقدر یواش حرف میزد. کاش بتونم پیداش کنم براتون بذارمش روی فیسبوک ببینید. در صورت خانم عزیز ممنون و متشکرم. من چون توی کرمانشاه خدمت کردم، میدونید وقتی شما توی پادگان خدمت میکنی همش با همون پادگانی ها هستی که احتمالا یه سری آدم های کمیش کرمانشاهی هستن. این هم یه مشکل بزرگ دوره شاه بود. آقای آریانپور اتفاقا بهش اشاره کرده خیلی دقیق، آقا وقتی 70% ارتش تو وظیفه است که اینا هیچ کدومشون راضی نیستن اونجا باشن، چجوری میتونی نگهش داری؟ خدمت وظیفه، اصلا کلمه خدمت وظیفه غلطه. اگه خدمت طرف با داوطلبانه بیاد، اگه وظیفه است باید بهش حقوق داده باشیم. یک معجون خرابی درست کردن اینا. در اصل ما با کرمانشاهی اینا سرکار نداشتیم، ولی یه دو تا دوست سنندجی داشتیم دستقیب و اینها. اینا به ما یاد داده بودن، به هم که میرسیدیم میگفتیم کره چونی. حالا نمیدونم برای خانم ها هم این کلمه رو میگن یا کره یعنی همون پهلوان و شیرمرد و اینها. در اصل ممنونم دوست عزیز بارانی یا بارونی، هرچی بارانی میگن. ما یه دوستی داشتیم دروازه سعدی سنگ دقاقی ها اونجا بود، بله، اسم این برفی بود، اون وقت سیاپوست بود. حالا تو ایران ما سیاپوست ها رو میدیدیم، اصلا برای ما خب یه دوستی داشتیم سیاپوست بود، نمیدونم بندر عباسی ها سیاپوست بودن، بوشهری ها سیاپوست بودن، ولی اسم این چون سیاپوست بود و برفی بود خنددار بود برای ما یه مقداری. خودش هم میدونست. دوستان عزیز 4 دقیقه گذشت از ساعت 3 و من چنان گرم صحبت با شما بودم که یادم رفت این برنامه دوستمون از خلیج فارس رو که هفته پیش به علت همین گرفتاری و بیمارستان ما و اینها اجرا نشد براتون اجرا کنم، ولی بذارید تا من این رو براتون پخش کنم. ایشون یه مقداری عکس فرستاده، امیدوارم بتونم عکس‌ها رو به موقع نشون بدم. یه لحظه اجازه بده اول یکی از این، بله خیلی هم قشنگ این بار عکس‌ها رو شماره گذاری کردن. مسجد پیامبر 1، این اون بذارید بیارم. کجا رفتی دوست عزیز؟ نازنین ببین حالا اینجا بودا رفتش. حالا من پوشه رو باز کردیم، اون جوکو شنیدید که طرف تنها بود، دوستاش براش یه دونه از این عروسک های بادی خریدن دادن بهش. نه متاسفانه یه عکس ها رو نشون نمیده، نمیدونم چرا فرمتی باشی میدونم فرمتش چیه. اوهوهو نه جیپگ هم هست، جیپگ رو باید نشون بده. خب براتون اینجوریش میکنم، سب بدید اون پیام رو شروع کنم، بعد من این عکس‌ها رو اینجوری نشون میدم. آره این وقتی به دوستان میگم بعضی هاشون واقعا باور نمیکنن که آقا امکانات ما اینجا هم کمه، هم من پاور کم داریم، یعنی آدم که کمکمون کنه کم داریم، و این دوستان هم وقتی شروع میکنن هی میخوان برنامه هاشون بهتر بشه. خب معمولیه دیگه، وقتی میخوام برنامه‌شون بهتر بشه میگی این عکس رو هم نشون بده، این ویدیو رو هم اونجا نشون بده. نمیدونه آقا مشکل میشه کار من. حالا براتون نشون میدم. عقل بشر برنامه شماره 65 راجع به حج مدینه. اولین عکس رو میذارم خلیج فارس، چون ببخشید میذارم ایران دریای خزر، چون این برنامه از خلیج فارس میاد، تا من اون عکس ها رو بتونم نشون بدم. با هم میشنویم صحبت های این دوستمون رو. با سلام و تقدیم بهترین آرزوها خدمت شما بینندگان و شنوندگان ارجمند تلویزیون مردم، گفتاری نو تقدیمتان میکنم.
در گفتار شماره 63 موضوع حج و سفر مکه مطرح شد. این سفر اکنون آغاز گشته. مانند دیگر مسائل اغلب ما بدون توجه و یا بررسی و زحمت مطالعه درباره این عبادت واجب و بخشی از 8 رکن دین چیزی نمیدانیم و آن را چون مسئله مهم در بیشعوری کاشته ایم. بر اثر تکرارش به مغزها کسی به آن نه اندیشیده، به علت مقدس بودنش کسی دربارش بحثی نمی کند. همه دین ها مراسم حج و حج واجب الاجرایی دارند. در گفتار پیش حج بودایی ها را شرحیدم، از شما دعوت کردم در صورت خوشایند آن را انجام داده و بر اساس عقیده بودایی بهشت را برای خود تضمین کنید. در گفتار پیشین به ضرورت حج مسیحیان در مصر و اعزام اولین گروهشان از ایتالیا توسط پاپ فرانسیس سخن گفتم. در هر فعلی و اقدامی خوبی ها و بدی ها و بیهودگی ها و خلخرجی ها و سودهایی نهفته شده. نمی شود گفت مراسم حج مورد بحث امروز ما خارج از این چارچوب است. مقدار دستاوردهای یک فعل بستگی به زمان و اوضاعش دارد. همیشه نمی شود یک شکل باشد و باقی بماند یا غالبا یک نتیجه را از آن خواست و یا به دست آورد. شما شنوندگان محترم آزاد هستید پس از شنیدن این گفتار و دنباله اش درباره این مراسم برداشت خود را کرده و با بحث بیشتر نتیجه دیگر و مخصوص خیش به دست دارید. شخصا حج رفته ام. مطلب این گفتار به اضافه بر بررسی و مطالعه شامل تجربه شخصی نیز می باشد. اگر اینها را یک جا نداشتم برای اطلاع شما در این باره گفتاری تقدیم نمی کردم. به شنیدن لقب حاجی علاقه ای ندارم و این لقب بر من چیزی نمی افزاید. در محیط این منطقه ناشنایان برای صدا کردن شخص به ویژه بزرگسالان از کلمه حجی و یا حاجی استفاده می کنند که در اجتماع عرب ها معمولی و مقصود همان آقای خودمان با احترام بزرگسالی معنی می دهد. حج رفتن امروز فقط در ضمن کاروان امکان پذیر است، زیرا تهیه جا و وسایل انتقال و امور روزمره در آن محیط شلوغ با فرصت کم در توان یک فرد نیست. اغلب با هواپیما به مدینه و یا فرودگاه مخصوص حجاج در نزدیکی مکه می روند. افرادی از ساکنین شبه جزیره عرب با اتوبوس و ماشین‌های شخصی به حج می روند. اگر در زمان اجرای این مراسم میان ماشین‌ها تصادفی ساده اتفاق بیفتد، به علت شلوغی فوق‌العاده و تنگی وقت کسی منتظر حل مشکل و دخالت پلیس و دریافت مخارج تعمیر نمی شود. در شهر مدینه حجاج در مسجد پیامبر نماز روزانه را برگزار می کنند. آرامگاه پیامبر و دو خلیفه اول در آنجاست. با سپاس از آقای سربی لطف نموده و عکس ها را به نمایش گذارند. مسجد پیامبر که در آغاز خانه اش بود طی سالیان و به ویژه در دو دهه گذشته بسیار گسترش یافته و هر پادشاهی برای خوشنامی و جاویدانی خیش آن را بزرگتر کرده است. نخستین مسجد در اسلام در کنار خانه پیامبر در شهر مدینه ساخته شد. در فیلم محمد طرز ساخت آن به نمایش گذاشته شده. دیوارها از گل و ستونها از تنه درخت خرما و سقف‌ها از برگ همین درخت بنا شده بود. در عکس شماره 1 نقشه مسجد را می‌بینید. قسمت شمالی با دو ردیف ستون جای نمازگذاری بود. در آغاز قبله سوی ایلیا کاپیتولا یا بیت المقدس انجام می‌شد. هنگام تغییر قبله بخش جنوبی جای نماز شد و به علت افزایش نمازگزاران ردیف ستونها به 3 افزایش یافت. در سمت شرقی مسجد نقشه 9 اتاق را می‌بینید که هر کدام متعلق به یکی از همسران پیامبر بود. حضرت محمد با 16 زن ازدواج کردند. در یک وقت فقط 9 عدد از آنان یک جا زنده بودند. این اتاق‌ها هنگام اضافه شدن زنان یکی پس از دیگری ساخته شدند. در عکس شماره 2 و بعد از آن 3 دو نقاشی می‌بینید که طرز ساختمان و جای
اتاقهای بانوان پیامبر را نشان می‌دهد. شکل مسجد و وضع اتاقها در این دو عکس نقاشی و آنچه در نقشه قبلی نشان داده شده متفاوتند. در عکس شماره 4 ماکت این مسجد در موزه شهر مدینه را می‌بینید. ملاحظه فرمایید در این ماکت هم جای اتاقها به شکلی دیگر نشان داده شده اند. این نقشه و نقاشی ها و ماکت همه اش تهیه شده از شرحی که از این مسجد و خانه در کتاب ها از صحابه یا یاران پیامبر دهان به دهان نقل گشته. حتما شکل مسجد با اتاق ها به یک شکل معین و مشخص بوده. پس چرا این تفاوت ها را برای ما نقل کرده اند؟ اگر این مسئله فیزیکی اینقدر و تا این اندازه چند شکل نقل شده، پس مقدار اختلاف و دیگر بودن روایات و احادیث و آیه ها تا چه اندازه است؟ کدامشان را میتوان درست و نقل صحیح دانست؟ بر اساس این حقیقت از نخستین ساختمان اسلامی میتوان برداشت کرد که انسان هنگام دیدن و شنیدن یک موضوع برداشت خود را میکند. دید و شنیدی که به مغز می رود هر چند که بر اساس واقعیت باشد بنابر بیشعوری های شخص در مغز پایه ریزی می شود و بنابر انباشته هایش طوری منعکس می گردد که ممکن است از حقیقت کم و یا بسیار دور باشد. در معماری اسلامی سؤال می شود آیا این مسجد است یا خانه؟ در حقیقت این خانه است و محل کار به آن چسبیده. امروز در کشورهای اسلامی خانه امام مسجد را در کنار ساختمان مسجد می سازند. این نخست جایگاه نماز ایده ای شد که با گذشت زمان اغلب مسجدها با صحن یا حیاط ساخته شدند. تغییر و تعمیر مسجد پیامبر از هنگام رحلت ایشان توسط ابوبکر نخستین خلیفه راشدین آغاز شد. همه خلفا و پادشاهان برای رستگاری و ثوابکاری در این مسجد چیزی اضافه کردند. تغییر بزرگ هنگام خلافت ولید پسر عبدالملک خلیفه اموی انجام پذیرفت. عمر ابن عبدالعزیز والی مدینه بود. از خلیفه خواست بناهایی برای گسترش مسجد پیامبر به آنجا فرستد. بناهای فارسی و رومی به آنجا گسیل شدند. آنان به رقابت افتاده و برای نخستین بار نقش و نگار را به ساختمان مسجد وارد کردند. هنگامی که کارشان به پایان رسید، مردم مدینه از نماز خواندن در آن مسجد دست کشیده و نقش و نگار را اسراف و تظاهر در دیدار با الله و مخالف با اصول اسلام دانستند. با گذشت زمان این امتناع ورزی مسلمانان و سادگی دینها تغییر یافت و به سوی رفت که اگر عبادتگاهی پر نقش و نگار نباشد خانه خدا به حساب نمی آید. بزرگترین و بهترین ابتکارهای معماری در ساخت عبادتگاه‌ها به کار گرفته شده‌اند. این هم دلیلی دیگر در نشان دادن تغییر عقل بشر با گذشت زمان و مکان. مسجد ساخت دوران ولایت عمر ابن عبدالعزیز بر مدینه در سال 1256 میلادی موافق با 654 هجری در آتش سوخت. نگهبان بیلیاقت مسجد مسئول سوختن آن شناخته شد. مسجد را دوباره بنا کردند. بزرگترین تغییر را خلیفه عثمانی عبدالمجید انجام داد. لطفاً عکس شماره 5 و بعد از آن را آقای سربی به نمایش بگذارند. گنبد سبز یا آبی رنگ آن که نشان این مسجد شناخته می شود از آن دوران است. در عکس های 6، 7 و 8 گنبد آن را پوشیده با صفحه های مسی می بینید. توسعه مسجد پیامبر هرگز متوقف نشد و هنوز هم ادامه دارد. عکس شماره 9 کارگران خارجی را هنگام کار نشان می دهد. هر سال با منهدم نمودن ساختمان های اطراف مسجد به مساحتش می افزایند. مسجدی که در آغاز 1000 متر مساحت داشت اکنون به بیش از 1 کیلومتر مربع رسیده. در عکس شماره 10
وضع کنونی مسجد و مساحتش و نقشه اضافه هایش نشان داده شده است. آخرین پیشرفت های صنعتی در آن به کار گرفته شده. چتر های بزرگ برقی مسجد که در ساعت های روز بر صحن مسجد سایه می افکند در نوع خود نمونه و اکتا هستند. در عکس های 11 تا 16 درون مسجد را می بینید. در داخل مسجد با مرمر و سنگ های گران زیباترین و گرانترین نقش ها را ساختند. برای رسیدن به مسجد اخیراً راهروهای زیرزمینی گود کرده اند. با تکیه به درآمد سرشار از مراسم حج هر چرا که خواسته اند وارد و به کار گرفته اند. در یک طرف مسجد آرامگاه پیامبر و دو خلیفه در پشت دیواری است فلزی. عکس شماره 17 دیوار یا ضریح را نشان می دهد. نگهبانان مسجد از نزدیک شدن به آن و بوسیدنش حجاج را منع می کنند. در غیر این صورت شیعیان خود را به آن زنجیر و هرگز ترکش نمی کردند. حجاج به ضریح فقط سلام کرده و از آن می گذرند. این کار برای مردان امکان پذیر است. زنان در قسمت شرقی مسجد نمازشان را جدا برگزار کرده و امکان گذشت از کنار ضریح را ندارد. لطفاً عکس‌های 18 تا 20 را نشان دهید. در بخش شرقی مسجد پیامبر زمینی با ارتفاع 2 متر آرامگاه اغلب یاران و همسران پیامبر و چند امام شیعیان و همسرانشان است که با یک خیابان از مسجد جدا شده. این همان گورستان بقیع است که در آغاز برای تبرک یافتن در کنار خانه پیامبر مردگان را به خاک می سپردند. قبل از اشغال شهر مدینه توسط عبدالعزیز آل سعود مؤسس عربستان بر گورهای آرامگاه بقیع نشانها و بناهایی بود که مریدان به زیارتشان می رفتند. بنابر اصول مذهب وهابی همه ساخته ها برگورها منهدم و خراب شدند. همین کار را هم میخواستند بر مسجد پیامبر انجام دهند. اعتراض کشورهای اسلامی موجب شد از این کار منصرف شوند. اکنون این آرامگاه و مسجدش منبع مالی سرشاری شده. از دیگر زیارتگاه های مدینه کوه احد است. لطفاً 4 عکس کوه را نشان دهید. در کنار این کوه که در 1.5 کیلومتر شمال غرب مدینه قرار دارد دومین نبرد مسلمانان با کافران قریش به وقوع افتاد. در عکس شماره 1 جا و مساحت جنگ نشان داده شده. در عکس های بعدی وضع این کوه را میبینید. در آنجا گورستانی هست که شهیدان مسلمان این نبرد در آن به خاک سپرده شده اند. مسلمانان با خواندن سوره فاتحه بر این شهدا از آن میگذرند. برخی از شیعیان و به خصوص ایرانیان در آنجا گریه و زاری میکنند چون حجاج در اطراف دیوار گورستان جمع شده و به گورها دسترسی ندارند. در آنجا نگهبانانی نیست. گریه و زاری کردن در آنجا آزاد است. هر چه میخواهند میتوانند اشک بریزند. کسی آنها را منع نمیکند. مسجد قبا در عکس 22 هنگام شب دیده می شود. این مسجد نزدیک به مدینه و در راه مکه و مدینه است. قرنها بعد در جایی ساخته شد که بنابر روایات پیامبر هنگام فرار از مکه با همراهی ابوبکر بر زمینش نماز خوانده اند. برخی از حجاج که فرصت دارند به آن مسجد رفته و نمازی در آن بخوانند، البته همانطور که در عکس می بینید این مسجد بارها تجدید و نوسازی و بسیار بزرگ شده. از دیگر جاهای دیدنی مدینه که کمتر کسی به آن می رود ایستگاه قطار راه آهنی است که دمشق را پس از گذشتن از فلسطین به مدینه وصل می کرد. 2 عکس از این ایستگاه را آقای سربی به نمایش می گذارند. برنامه رساندن این خط به استانبول و سپس اروپا در طرح دولت عثمانی بود. این ایستگاه
که 1.5 کیلومتر در غرب مسجد پیامبر است، یکی از کارهای افتخاری دولت عثمانی شمرده می شود. هنگام آغاز جنگ جهانی اول با حمله قیام کنندگان عرب به تحریک انگلستان به قطار حامل سربازان عثمانی، این خط از کار افتاد. جریان این حمله در فیلم لورنس عرب به نمایش گذاشته شده. اکنون ایستگاه راه آهن موزه است. بنابر دستور پیامبر ورود غیر مسلمانان به مدینه و مکه ممنوع شده. هنگامی که برای بنایی و یا انجام کاری به یک شخص نامسلمان نیاز است، استفاده از کارشناسی غیر مسلمان یا شخص غیر مسلمان را به سادگی انجام می دهند. از متخصص نامسلمان می خواهند که قبل از نزدیکی به این دو شهر مقدس عبارت شهادت را بر زبان آورد. هرچند که شخص شهادت گفته از اصل و هدف مسئله خبری ندارد و نمیداند چه گفته، مسئولین ساخت این اماکن مقدس و موقت مسلمان بودن خارجی را به رسمیت شناخته و او را به مسجد پیامبر و مسجد حرام وارد می کنند. این ظاهرسازی تغییری در عقیده این شخص نمی دهد. با این وضع و کردار و رفتار ملاهای وهابی شیعیان را کافر و نامسلمان می دانند. نماز و روزه و حج رفتن و اصرار شیعیان در پیروی از دین اسلام را نادیده می گیرند. افراطیانشان خواهان منع اجرای مراسم حج توسط شیعیان شده اند. نمونه دیگر از دوگانگی عقل انسان که خود توان تشخیصش را ندارد و به بهانه های گوناگون رضایت روانی و درونی خود را در دو فعل متضاد به دست می آورد. این بود شرحی از زیارت شهر مدینه که در آغاز سفر به حج و یا بعد از پایان مراسمش توسط همه حجاج انجام می گیرد. در گفتار آینده ادامه مراسم حج را شرح و شما را به اندیشیدن و نتیجه گیری شخصی دعوت می کنم. تا آن گفتار شادی و تندرستی شما را آرزو و بهترین را برایتان خواهانم. شاد باشید. خب بسیار ممنون از این دوستمون. و اون عکسای آخر چون شماره نداشت فقط نوشتاری بود، این سیستم ما وقتی داره با شماره میره پیش نمیتونه بفهمه. و من پیشنهاد میکنم دوستان یه بار شماره توی کامپیوتر بنویسید، کامپیوتر تفاوت 1 با 10 رو گاهی وقتا نمیفهمه. یادتونه سال 2000 چه قوقایی به پا کردن؟ گفتن الان وقتی میشه سال 2000 میریزه به هم و این نمیفهمه که 0 یا 2000، چون 2 رقمش استفاده کنه. سعی کنید تو کامپیوتر اینها به این صورت شماره بنویسید، مثلا بنویسید 001. اگه میخواین 100 تا عکس استفاده کنید 001 آخریش میشه 100 میشه 100. اگه میخواین 1000 تا استفاده کنید 0001 همینجوری. یا بعضی وقتا ABCD با A برید از 1 تا، مثلا این صفحه ورک چیز هست به اصطلاح مال اکسل و اینها، بعد میشه AA بعد میشه AA. در هر صورت این از این دوستانی که روی فیسبوک هستن، من امروز این قسمت چت رو نمیدیدم تا زمانی که صحبتای این دوستمون شروع شد. من آمدم روی فیسبوک یک کلیک کردم آمد، با آقای شادانلو تبریک میگم، چون آقای زرابی نوشته که آقای شادانلو 57 ساله شده، امیدواریم 157 سال بشید. چون اون روز وقتی آقای عزیزان متوجه شده بود که من حال خوشی ندارم به من گفت آقا من میخوام 200 سال عمر کنم، مواظب خودت باش. گفتیم چشم. آقای زرابی ضمناً میگه که این بهبهانی جایش در تیمارستان است. باور کن این اگر 2 روز تو تیمارستان باشه اونا از اونجا فرار میکنن و ما ملت بدبختی هستیم که همچین افرادی آمدن و نشستن شدن مجری برنامه من اون دیگران. خب مسنجر را قطع کنید، کاری که من کردم. این ماجرای مسنجر که آقای اکبری میگه بسیار کار خوبیه. هر وقت با کسی قرار ندارید صحبت کنید، ویدیو استفاده کنید، میکروفون استفاده کنید، سمت راست روی فیسبوکتون مسنجر رو برای همه قطع کنید، مگر مثلا میخوان همیشه دخترتون باهاتون تماس بگیره. اون موقع بگید برای همه قطع،
به غیر از دخترم، برای همه قد، به غیر از این چهار نفر، برای همه قد، به غیر از فامیل. اینا تکنولوژی همونجوری که با خودش یه سری به اصطلاح چیزایی میاره که باعث راحتی ما میشه، یه سری مشکلات هم میاد. اینجا باید شما هی خودتونو بیشتر با چیز روز آگاه کنید تا به اصطلاح اون مسائبش اذیتتون نکنه. خانم لیلا میلانی نوشته که شما did you know that Obama's mother she was a CIA agent. میگه شما میدونستید که مادر اوباما مأمور CIA بوده و هیچ وقت اوباما ازش صحبتی نکرده؟ تا امروز نمیدونستم، ولی اینی که شما میگی، وقتی که آشپزی که توی تلویزیون درس میداد اون خانم جودی بود، کی بود اینجوری کجی بود، اون فرانسوی هم بود با اون لهجهش مأمور CIA بوده، دیگه مادر اوباما که جای خود داره. ولی شما راست میگی، هر وقت این صحبت میکرد صحبت از مادر بزرگ و پدر بزرگش، ولی صحبتی از چیز نمیکرد. این دوست عزیز ما که حدود 20 و چند تا عکس فرستاده بود، شما باید یه چیزی رو در نظر بگیرید. وقتی شما اونجا میگی حالا عکس 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 رو آقای سوربی نشون میده، من اینو باید به چه سرعتی نشون بدم؟ در کار رادیو تلویزیون میگن مینیمم 10 ثانیه باید وقت بذارید بین هر عکسی که نشون میدید. یعنی یه عکسی رو که نشون میدید، اولا خود عکس 5 ثانیه 7 ثانیه 10 ثانیه روی تصویر باشه تا مردم ببینن، بعد بین این تصویر تا تصویر بعدی 10 ثانیه وقت بدید. دلیلش هم لابد اونایی که توی اتاق کنترل کار میکردن گفتن بابا ما وقت داشته باشیم نشون بدیم. درصد ممنون و متشکرم. ضمناً ایشون یک ویدیوی فرستاد اون روز برای من، نوشت 15 ثانیه از آخر این ویدیو رو توی برنامه من نشون بدید. امروز صبح برای من نوشته بودن که شما عکس‌ها رو داری؟ گفتم عکس‌ها رو دارم، صحبتتونم دارم، ولی اون ویدیو رو پیدا نمی‌کنم. گفتن این همون ویدیویی که در برنامه قبل نشون دادی. گفتم آها، چون نشون دادم دیگه پاکش کردم، پس دوباره بفرستید. ایشون دوباره اون ویدیو رو فرستاد، اتفاقا همین ویدیویی که نشون میده این شیعیان کاسه های از آش داغ‌تر، همون کوه احد و نمیدونم دعا و اینها. دو سه دقیقه است، من اگر باز بتونم پیداش کنم یه چند ثانیه آخرش نشون میدم. ولی دیدیم دیگه نشستن با عربی، یعنی شما اگه بخوای هر چی از اینا بگی، خب وقتی ما میدونیم دیگه احتیاج به گفتن نیست. شما همین ببخشید، بله، همین که بگید ما میدونیم که شیعیان الان آمدن مثل این، گفتم بهتون، مثل بورن اگین کریستین، مثل این علی ترابی نادان که مثلا فکر میکنه از تمام پدر روحانی ها این مسیحی تره، اینا هم همینن و اینا خیلی خطرناکن. آدمایی که اینجوری هستن، اینجا بهشون میگن بورن اگین کریستین، یعنی دوباره دنیا آمدن ولی این بار خرتر از قبل. و مسلمان ها هم که شیعه ها فکر میکنن که واقعا حضرت علی باباشون بوده، شاید هم باباشون بوده وضعی ها، متاسفانه. در هر صورت این، من هر چی میزنم این ویدیو رو نمیتونم بذارید، اینجوری میتونم بیارمش. این اشکال ها هست. به نظر من شما با همون برنامه های ساده آدیو و چند تا عکس، مثلا اگر 16 دقیقه برنامه هست ماکسیموم 16 عکس که در هر یک دقیقه یه، من این دوستانی که از کانون آوا میان بعضی وقتا آقای کرمی مثلا میبینید 100 تا عکس میفرستید، میگم آقا دو ساعت یا یه ساعت شما هستی 60 دقیقه است. خب 100 تا عکس میفرستی، یعنی هر چند ثانیه ما باید یه عکس نشون بدیم و امکاناتش که ندارم هیچ، اگر داشتمم فیلم و برنامه خوبی نمیشه. بذارید من اینو یه بار دیگه امتحان میکنم، اگه نشد دیگه یه دفعه دیگه. و این همونه که من اون دفعه نشون دادم، وایسادن پشت یک حصاری، یک کوهی، یه دشتی رو میبینن. و تو صحبتهای این دوستمون گفت که قبرستان حضرت محمد، من تا حالا شنیده بودم چون عرب، چون مسلمونا باور ندارن قبر رو با تزیین کنن، حتی قبر حضرت محمد مشخص نیست کجا هست، ولی شما گفتید کنار همین
جا هست و تازه دیگرانم میان. من واقعا نمیفهمم چرا این اجازه نمیده من این ویدیو رو نشون بدم. بذارید ببینیم یک لحظه. 4 به 3. و جالبیه که نمیذاره ویدیو هرم من ببرم تو این سیستم. میگم اینا بعضی هاش فرمت های مختلف، شما باورت میشه تلفنتو میگیری دستت، آها آوردش، شما تلفنتو میگیری دستت، یه ویدیویی که برای شما میاد بفرستش برای اون کسی که برات فرستاده، طرف میگه نمیتونم بازش کنم، بهش میگه آقا این همین ویدیویی که تو فرستادی. اینا فرمتو عوض میکنن که حجمش کوتاه بشه، قابل نشون دادن تو دستگاه شما بشه، بعد شما که برای یکی دیگه میفرسی قاطی پاته میشه. خوشحالم که تونستیم بچپونیمش توی پلیر شماره 3. با هم شروع میکنیم، این رو میبینیم، من میبرمش اون آخر. این آخر لهم طفره و رجع لفهم فرد لفه حصرهم زاویه و قام لی شطر السیف ملچ الموت يكتب رقمه ويصفه حتى الدرع قام يساند الكرار ما صد السهام الجاي يتخسفه لان شاف الامام محاصرين الجيش قام الدرع يفتر. همین مزخرفایی که دور حرمای دیگه میگن، از شاه چراغ گرفته تا حضرت معصومه گرفته تا چیز گرفته، شما میتونی بگی که طرف رو نگاه کنید داره چی میگه، وقت من ویدیو رو نشون میدم بعد شما ترجمه شو بگید. شما چون 3-4 تا زبان میتونید صحبت کنید، بعضی وقتا یادتون میره که دیگران مثل شما نیستن و برای کسی که ندونه این زبونو الان یه نفر داره داد میزن. بله درست گفته آقای حبیبی، ممنون از برنامه شما. من نمیفهمم آقای زمانیان، آقای حبیبی چی رو درست گفته؟ دو تا وکیلی که اسمشون رو ننوشتن میگه دستگیر شدن برای اینکه دریای خزر. آقای حبیبی شعر نوشته، با شعر گفتن دریای خزر آزاد میشه. حالا دریای خزر هم شد زندانی سیاسی، بیا آقا یه پتیشن پر کنی. ولی بهترین پیشنهاد تا حالا همونه که فروشگاه که میرید از این به بعد نوشابه که میخورید این نیا رو تو سطل آشغال نندازی، نیا رو جمع کنید، یه روز هممون با هم دیگه میریم کنار دریای خزر میشینیم، پر میکشیم بالا، بعد میاریم دریای میاریم صحرای کرمان، اونجا آبا رو پخش میکنیم. آقای زرابی از شما خواهش میکنم تو برنامه های من فراخوان پخش نکن. شما با 10 دلار میتونی از بیش از 8,000 خورده 9,000 خورده نفر تو تلویزیون مردم استفاده کنی، قشنگ مثل یه دسته گل، مثل یه آقای شیک و مرتب برنامه بذاری. ولی این کاری که شما انجام میدی مثل اینی که من بابام مرده باشه اینجا بیام مجلس ختم میگیرم، شما بیای رد بشی، چون خودمونی هستی مادرت هم میشناسم، حالا یه شوخی هم میکنم، بیای رد بشی بیای تو، بعد بگی خب اینجا جای خوبیه که من میتونم بگم که مثلا کسی دختری داره به منم بده من میخوام ازدواج کنم. این کار درستی نیست عزیز من، شما باید یاد بگیری، من باید یاد بگیرم. برای یکی نوشتم آقا شما آمدی راجع به یه چیز دیگه زیر این برنامه من نوشتی، منظورت چی بوده؟ طرف نمیتونه منظور خودش رو بگه، میگه والا باور میکنی خودم هم نمیدونم چرا اینو اینجا نوشتم. خب ما اگر نمیدونیم چرا اینو اینجا نوشتیم یه اشکالی داریم، اشکالامونو یکی یکی رفع کنیم. اجازه بده یا خودت پاکش کن یا من پاکش کنم. درخواست از تمامی فعالان سیاسی در اپوزیسیون ایرانی برای اعلام فراخوان برای کودتای ملی ارتش ایران. آقا عزیز من قربونت برم، شما تا حالا کجای دنیا دیدی یه ملتی بیان آگهی بزنن تو فیسبوک ای ارتش دلاور بیا منو با خودت ببر کودتا؟ آقا کودتا که اینجوری نیست، کودتا باید یه فکری، یه برنامه، یه اینقدر برنامه میریزن آخرین اردوغان میاد چوب تو کونشون میکنه کودتا میکنن، حالا ارتش بیا کودتا. بله اینم نوشته. آقا چه ربطی به برنامه سوربی داره؟ دمت گرم سعید جان، چه ربطی به برنامه سوربی داره؟ اگر مخالف فراخوان باشه چی؟ باریکلا من تازه میگم آقا من اگه مخالفشم باشم تو تلویزیون مردم پخش میکنم، ولی وقتی من دارم ختم بابامو میگم بابای من فوت شده، شما نیا اینجا برای خواهرت برای مادرت شوهر پیدا کن، این درست نیست. مرسی سعید جان. بله سلام من هم آمدم. آقا اینجوری که نباید بیای آقای اکبری، مثل اکی بنایی یادته من آمده ام آه آه نه گوگوش بود درسته گوگوش بود.
بله خلاصه اونجوری بیان مردم تی وی لایو ورلد فاین. خیلی ممنون، متشکرم. از بس تو نق زدی ما مجبور شدیم درستش کنیم، رفتیم یاد گرفتیم. بله آقای اکبری هم میگه مسنجر را قطع کنید درست میشه. راجع به اون برنامه چیز بوده، سعید اون روز نوشته بود کرملین روزبرگ، حالا نوشته که شما درست میگی، یعنی آقای منصور آریا، آریا منصوری یا منصور آریا نوشته بود، نوشته که کرمت، کرمت که اسم خوبی هم داره، این حتما یک چرمی داشته که رفته اونجا کودتا کرده، این نوه روزبرگ بوده. خانم لیلا میلانی نوشته که دید یو نو دت، اونو خوندم، the true patriot they did not want to have another president like Bush. میگه که وطن پرستان حقیقی، پیتریوت یعنی وطن دوست، وطن پرست، وطن پرستان حقیقی نمیخوان یه پرزیدنت دیگه مثل بوش داشته باشن یا کلینتون و اوباما. they were all the cookie cutter president. نمیدونم، شما میگی نه اوباما رو میخواست نه پرزیدنت بوش، اونو میخواست نه اونو میخواست، پس این دیوانه رو میخواست. اوه خوب شد شما راجع به پرزیدنت گفتی. وکیلش گناهکار شناخته شد، 5 سال تا 10 سال نمیدونم چقدر زندانش میدن. اون کسی که مسئول چیز بود 18 تا جرم داشت، 8 تاشو گناهکار شناخته شد، 10 تا دیگر رو بیگناه شناخته نشده، hanging there فعلا آویزونه. و دو تا از سناتوریای جمهوری خواه که اولین سناتورایی بودن که گفتن این شارلاتان آدم خوبیه، چون خودشون هم شارلاتان و دزد و تو بازار مارکت اینساید تریدر بودن، اونا هم دیروز محکوم شدن که این کارهایی که انجام دادن غیر قانونی بوده و حالا ببینیم زندان مندانشون چی میشه. دوستان آماده باشید، همین روزا اگه میخواین برید تظاهرات برای ترامپ باید برید مقابل زندان. و اما خانم نیر قربانی میگن که صدا نیست. چرا؟ دوستان براشون نوشتن صدا هست، احتمالاً اشکال از دستگاه شماست. بعد خانم بله آقای اکبری نوشته احتمالاً نت شما امکان داره. خیلی متاسف شدم، باشد فردا نگاه میکنم. نه نرو چیز کن، این بلنگو و اینا رو عوض کن، صداها خسته نشید، به اصطلاح یه جا چیز نکن. تفلکی ایرانیا همه جا نکوش نوکشون رو چیدن. راستی چرا نوک مرغا رو میچیدن؟ دوستان عزیز، آقای جهانگیر خواننده خوب این منطقه هم اینجا هستن، هم بهش سلام میکنم، به خودش، برادرش، خانوادهشون، و هر وقت تو برنامه هست. اینم یکی از اونایی که میدونه مجلس رو چجوری گرم کنه، کانکشن با بیننده و حضار خیلی کار مشکلیه. اینایی که تونستن اینه که من وقتی اومدم ایشون اینجا بوده، برنامه داشته توی مستشکافه و اینها، هنوزم برنامه داره ماشاءالله، بزنم به تخته، هنوزم تو همون گود شیپ. خیلی ممنون، با تشکر از اطلاعات شما. کدوم اطلاعات نمیدونم، ولی دوست دارم اون دوستمون بنویسه که آقای حبیب سعیدی شما باهاش موافقی. چه موافقی؟ بله. خب سلام، چه خوشحال شدم با آمدن شما، خیلی ممنون. عبید زاکانی بود، داستان موش و گربه. بله خیلی ممنون. رود کانال ولکا منبع اصلی تامین از نه خزر. رود کانال ولکا ماربا، نمیدونم، لابد درباره اینکه از اروپا کشتی و اینا میان به دریای مازندران میگه چیز، به اصطلاح اونو بگی. زندن همین مثلا دوستمون آقای فرهاد زمانیان اینا باید یاد بگیرن. شما باید برید تو وبسایت اون دوستمون، درسته که من تو برنامه‌م اینو گفتم، ولی اگه یه چیزی درست گفت شما باید برید اونجا بگی که من تو برنامه سوربی شنیدم، دیدم راجع به شما صحبت میکنه، این چیزی که شما گفتی گل گفتی، فقط یه کمی شل گفتی. خب و اما عکس آخوند و سگ رو بهتون نشون بدم. بعضی ها گفتن این فوتوشاپه، یه دوست گفته آقا این تو ترکیه نیست، اصلا فلانیه. و گفتم والا من نمیشناسم، نمیدونم، ولی این عکس روی اینترنت گذاشته شده بود، منم روی فیسبوک خودم گذاشتم. بذارید ببینم میتونم اینم بیارم روی، یک لحظه، روی اینجا کامرای دو، یک لحظه
این سلکت ایریا. امروز بعد برنامه دفنیتلی این ماوس رو برمیداریم و یه ماوس سیمدار میذاریم و این کار ما نمیاد. این یه عکس آخوندی رو که داره دستی سگی رو میبوسه گذاشته بودن. خیلی ها نوشته بودن اولا ببینید این سگه چقدر ترسیده. خیلی ها نوشته بودن آقای سگ مواظب باش انگشتات رو ندوزه. خیلی ها نوشته بودن آقای سگ مواظب باش بعد از اینجا نره بالای منبر نجس اعلامت کنه. در هر صورت میگن این سگ زیرش نوشته بود تو زلزله 3 نفر رو از زیر چیز پیدا کرده زیر آوار. به همین خاطر این آقا که آخوند و امام جمعه یه جایی هست رفته دست این سگ رو بوسیده. بعد گفتم خیلی از دوستان نوشتن آقا این فتوشاپه، خیلی ها نوشتن نه این حقیقیه، نمیدونم. و اما آقای رضاشاه یه نفر یه عکسی فرستاده برای من که شما که این عکسو فرستادی منو مجبور کردی که از رضاشاه تعریف کنم. حالا بذارید دلیل تعریفم بهتون میگم. شما این عکسو فرستادی که به اصطلاح رضاشاه و خانوادهشو پود داون کنی. ببین عزیز من، نوشتی رضا پالانی را انگلیسی ها رضاشاه کردند و الا پیشتر یا قبلا نگهبان استبل سفارت هند بود و اسبهای بریتیش یا انگلیسی را ترخوش میکرد. روزی هم که خواستند به راحتی یک آب خوردن او را برداشتند، در تبعید بود تا دق کرد و مرد. ببین چون شما اینا را نوشتی، بله you really put him down، یعنی شما واقعا اینا انداختی تو چاه پایین. ولی اگه یه نفر رفته بود اسب نگهداری کنه، قزاق بوده، بعد به یه جای رسیده، سپه سالار شده، نخست وزیر شده، رئیس جمهور میخواسته بشه، آخوندا شاهش کردن، اینو باید بهش احترام بذاریم دوست عزیز. البته شما باز زدی به هدف، چون میگی اینو رضا، چون اینو انگلیسا آورده بودن انگلیسا هم بردن. اینجا متاسفانه جاییه که نه رضا شاه فهمید که باید بره سراغ مردم، نه پسرش محمد رضا شاه فهمید، و این بود دلیل به اصطلاح از بین رفتن هر دوشون. و اما این شماره فکر کنم شماره آقای مرتضویه. بذارید ببینیم اگه ایشونه چی میگه. بهتره چون من دربارش امروز صحبت کردم، ایشونم همین امروز بگه. 58 ثانیه است. سلام آقای سربی مرتضوی. آقای اوباما خیلی از مادرش صحبت میکرد، این واقعیت نداره. حتی در زمانی که برای اوباما کیر، همین بیمه درمانی افوردبل کیر که معروف شد به اوباما کیر، اونجا اتفاقا توضیح میداد، میگو مادر من بیمه نداشت و به این خاطر که سرطانم گرفته بود و فوت کرد، اگر بیمه داشت میتونست، اگر اون موقع افوردبل کیر بود، ایشون میتونست بیمه بگیره، اونهایی که با مشکل قبلی دارن. بنابراین نه، از مادرش هم صحبت کرده و اگر برای CIA کار میکرد باید بیمه داشت. بنابراین نمیدونم که این دوست ما این اطلاعات رو از کجا آورده، من جایی نخوندم. قربان شما خدا. احتمالا آقای ترامپ، چون ترامپ میگفت اوباما هوایی دنیا نیومده، کنیا دنیا اومده، احتمالا این مزخرفات توسط اون پخش شده. و میدونم که خانم میلانی یه مدت این الکس جونز دیوونه رو هم دنبال میکرد و شاید اونم گفته باشه. ممنونم، خیلی خوشحالم. ضمناً من امروز یه کمی به شما آقای مرتضوی درباره اون ماجرای کتاب کارنگی، دل کارنگی صحبت کردم. کتابش رو دیروز گرفتم، حقیقتش دیدم درست مثل آخونداست. میگه امروز اگر به کسی احتیاج دارید ریشتون رو فلان جای خر کنید، فردا با گلاب بشورید. نه عزیزم، من نه امروز ریشم رو فلان جای خر میکنم، چون ریشم رو فلان جای خر نمیکنم فردا با گلاب نمیشورم. ضمناً آقای مرتضوی شما خودتو دست کم نگید، شما خودت هم یکی از اونایی هستی که مثل ماهی سمن برخلاف آب شنا میکنی، ممکنه گاهی هم به دست خرسا خورده بشی.
ولی شما مثل آقای میبودی و مثل دیگران موج سوار نبودی و نیستی. اگر بودی امروز در یکی از این رادیو تلویزیونای جیرخور یا نوکر نوریزاده بودی یا نوکر رضا پهلوی بودی و دیگران. در هر صورت این راجب شما، ولی راجب آقای لادن صحبت کردم. برگردم این نوشته رو بخونم که به ایشون گفتم من اگر اجازه بدید در برنامه به شما پاسخ میدم. ضمناً آقای مصطفی زاده یه چیزی نوشته، بعد برای من نوشته به نظر میاد شما تا اون پایین نخوندید. من نامه آقای مصطفی زاده رو دوستان بهتون نشون میدم، نامه آقای حسن خزائی رو بهتون نشون میدم که بعضی وقتا ببینید چه اتفاقی میفته وقتی باز همون، مخصوصا این روزا اگر از تلفن یا از آیپد شما استفاده کنید، ورژن جیمیل آیپد با ورژن جیمیل پی سی با تلفن اینها فرق میکنه. شما رو از اونجا میگیره، بعد اینا رو مثل تیک تیکه میریزه به هم. مثل اینکه شما میخوای عکس یک ساختمون رو به من نشون بدی، این ریختتش به هم عکس یه مشت آجر رو به من نشون میده. من نمیفهمم این ساختمون مسجده، کتابخونه است، نمیدونم سینماست، اینجوری میشه. و ضمناً من حقیقتاً میگم، مخصوصاً این دو سه روزی که گرفتار بودم، آقا دوست عزیز خود شما این رو امتحان کردی، وقت ندارم. من مثل دیگران نیستم پوز بدم بگم اینقدر وقت ندارم که وقتی میرم ماشین بشورم شیشه رو میکشم پایین که هم منو همون کنه هم لباسام هم شسته بشه. ولی شما یه دو سه ماه تلویزیون باز کردی، دیدی چه بلایی به سرت آوردن، با این همه صبر و حوصله در رفتی شب، چی میگم، شب به در بستی چمدون رو در رفتی. حالا بذارید من نامه های این دوستمون رو نشون بدم ببینید به چه صورت در میاد. یه لینک میفرسه، لینکاش هم بیشتر شکسته، لینک های آقای بله نگاه کنید دوستان قشنگ. اجازه بدید من بیام اینجا، میخوام ببینید. اون وقتا میگفت صف با سرد برابر است. اینجا رو تمام صفرم به شما نشون بدم که ببینید چه میشود. سلکت ایریا، از این ایمیل خودمون میایم تا اینجایی که صفحه کامپیوتر. شما اینو داشته باش. ببین آقا من نشستم اینجا، ایشون یه ایمیل میفرسه با تکست، یه لینکی رو گذاشته اینجا، شانس آوردین این لینک نشکسته. درست روی لینک من کلیک میکنم ببین چه مکافاتی پیش میاد. حالا سوال من از آقای حسن خزائی اینه، ایشون میخواسته اینو برای من بفرسه؟ نه. حالا چرا؟ من میام رو پخش زنده میزنم ببینید چی میشه. هیچ. دوباره رو پخش زنده، هیچ. بعد اصلا نمیبینم این چی نوشته، من چی رو باید بخونم. زیر این یه صفحه دیگه پیداست، میبینید دوستان اینجوریه. این کسی که نشسته اینجا لزوماً اون چیزی که شما میبینی و اون چیزی که شما میفرسی این نمیبینه و نمیگیره. حالا بذارید آقای مصطفی زاده ایمیل ایشون رو من بهتون نشون بدم که حالا یا شما بد سلیقه کردی، رنگ مشکی میدونید هایلایت که میکنن، یه چیزی رو مشکی مینویسن پشتش رو زرد میکنن که مثل برآمده نوشته بشه. ببینید بله، آها ایشون نوشتن که به نظر میرسد که مطلب زیر که چند اینها بذارید، چون ایشون ایمیلش همه چی رو عمومی نشون میداد، من الان اینجا بهتون نشون میدم. دوستان نگاه کنید تا اینجایی که فارسی نوشتن خیلی ردیف. سوربی جان به نظر میرسد که مطالب زیر که چند دقیقه قبل برای شما ارسال کردم از نظر شما مخفی ما، بنابراین برای بار دوم ارسال میکنم. ضمناً مطالبی که در برنامه فرمودید من خوب میدانم، دلیلم همین بس که بگویم از طریق تلویزیون شما بارها اینها را من خود گفتم، ولی باز هم از یادآوری شما متشکرم. حالا شما نگاه کن آقای مصطفی زاده، ببین من چی گرفتم اینجا. شما ایمیل خودتون نگاه کنید، اینجا که آدرس دیگران هست، آدرس اندیشکده است، حضور جناب لادن عزیز ارجمند، با سلام مطالب شما را در زیر کپی کردم و پاسخهای خود را در زیر فرمایشات شما نوشتم و امیدوارم این بار با توجه کافی مطالعه فرمایید. دیدن بیشتر، مدیریت، پسند، نمایش، واکنش، پاسخ 5 روز، نادر افشار، درود،
علامت آتش، آتش 11، مدیریت، بینش، واکنش، بیشتر، پاسخ 27 هفته، ایجاد پست. حالا میام پایین سمت راست رو نگاه کنید. سوربی جان به مطالب بالا و قرمز نوشته شده زیر توجه کنید. حالا هم به مطالب بالا هم به قرمز زیر، روی خط زیر شما با قرمز ننوشتی، شما با قرمز هایلایت کردی پشتش رو، مشکی تو قرمز که تازه کمرنگ میشه. خب میان پایین تر که بنده عکس خودم و هندونه رو گذاشتم که دوتاش هم یکیه، برای یکی از دوستان فرستادم گفت این کدومش تو هستی. بعد میان پایین تر نمیدونم بتونم اونو پیدا کنم یا نه، اینم که عکس بیمارستان بوده و بله شما نگاه کنید مثلا یه نوشتتون اینه مشکی، توی ما شیرازی ها به این میگیم سرمه‌ای، اینجا گلخاری، بنفش. آخه دوست عزیز مثلا زرد و قرمز میذارن، سیاه پشتش زرد میذارن. حالا اونا رنگ رو در اختیار من و شما گذاشتن، ما نباید اینا رو اینجوری انجام بدیم. در هر صورت من وقتی گفتم که آقا من نمیخوام نامه‌هایی رو که شما با آقای لادن مینویسید یا دیگران به هم دیگه مینویسن منو سی سی کنید، یا حالا کاپی کربن یا نمیدونم بی سی سی بلایند کاپی کربن، یعنی نمیخوام. امیدوارم بدتون نیاد، اگرم بدتون بیاد خب بیاد هیچ چیزی نداره. باز بریم سراغ آقای لادن و من این نامه رو بخونم. 8 دقیقه مونده، این 8 دقیقه رو تقدیم میکنیم با آقای لادن. سلسله اینها نه، ایشون نوشته بود معلم یا فضول یه چیزی اینجا. اولا پتیک برای من نوشته که دقیقه 43، من همیشه گفتم بادم جان، بعد اینو بم اون خوندم اون روز، ببینید ایمیلام باز قاطی شده. آقا اینقدر زیاده که وقت نمی کنم من اینا رو پاک کنم، بخونم پاک کنم بره. میگم آن نکنه یه چیزی رو نخونیم، یه نفر خدای نکرده گفته باشه میخوام حمایت کنیم از دستمون در بره. بله این از این. دوستان خود را بهتر بشناسیم، یه چیز جالبی آقای آریانپور نوشته براتون میخونم. میگه دوستی میگفت بچه که بودم یه جوجه داشتم خیلی دوستش میداشتم، یه روز گرفتمش جلو صورتم باهاش حرف بزنم که یهو نوک زد توی چشمم، خیلی درد گرفت. اما الان میفهمم که ترس تو عالم بچگی بهش کلی فوش دادم، الان میفهمم که تقصیر اون نبود، تقصیر خود من بود. هر وقت کسی که شعور و فهم درستی نداره رو به خودت نزدیک کنی حتما بهت آسیب میزنه، این یک قانونه. در صورت اینم آقای آریانپور ساعت 11:32 فرستاده، ولی من هنوز دارم دنبال نامه معلم یا فضول. ایشون نوشته انتخاب با شماست، معلم یا فضول. من به شما بگم هر فضولی یه معلمه، دلیلش هم اینه با فضولیش یا به شما یه چیز خوب یاد داده یا یه چیز بد یاد داده، در هر دو صورت معلمه. حالا شما میتونید هم فضول باشید هم معلم باشید. دیروز توانستم بخشی از برنامه‌تون را ببینم، داشتید درباره یکی از بینندگان اعتراض میکردید. اجازه بدید من اینم نشون بدم که اگه وقت من اشتباه میخونم هم خود آقای لادن هم دوستان دیگه بگن که آقا این کلمه رو مثلا عوضی خوندی و این باید اون باشه. این رو هم خاموش کنن که هی نپره این ور اون ور. امیدوارم دوستان توی یوتیوب هم ما رو ببینن. ضمناً اون تلفن ما تا اینکه یه لینک جدید پیدا کنم کار نمیکنه. دلیلش اینه که آدیو ناو، خود خانم مری دیروز به من گفت که ما عقبیم و الان که همه میرن روی لایو فیسبوک، روی لایو یوتیوب، ما هنوز با سیستم ویندو هستیم. دوستان اگه سیستم ویندو رو دنبال کنید، ویندو سال هاست آقای بیلگیت گفت ما نتونستیم با سرعت خواهان زمان بیایم جلو، پس میبوسیم و میذاریم کنار. ویندوز قسمت میدیا رو گذاشت کنار و من بیچاره که آی میدیا خوندم یه مدتی اپل رو ول کردیم، رفتم دنبال ویندو، حالا دوباره باید برگردم به همون آی یا اپل یا هرچی. دوست گرامی و همگام ارجمند کاکو سوربی با درود، دیروز توانستم بخشی از برنامه‌تون رو ببینم، داشتید با یکی از بینندگان که اعتراض کرده بود چرا فلانی من پاسخ ایمیلش را نمیدهم گفتگو میکردید. با آقای مصطفی زاده بودم. ببینید آقای مصطفی زاده ایشون اینجا حتی اسم شما رو ننوشته، درستون نمیدونم. و یک بار گریزی زدید به صحرای کربلا و برای چندمین بار اشاره کردید به اشتباه من در مورد تعداد بار شترها و کتابها.
من گریز نزدم، عمدن گفتم. اتفاقا امروز هم باز گفتم، گفتم آقای مصطفی زاده شما نگاه کن، ایشون با وجودی که من ازش انتقاد کردم قبول کرد، بعدم پیگیری کرد، برای دوستاشم نامه نوشت، به اونام گفت که دیگه اینو استفاده نکنید، این اشتباه بوده و از زیر دست ما به اصطلاح در رفته. اولا که ما هنوز به درجه تکامل نرسیدیم و انسان‌های کاملی نیستیم و اشتباه می‌کنیم. من نمی‌بایستی آماری را که با منطق و می‌خوانند ارائه کنم. بلافاصله پس از گفتگوی من در ایمیلی و اعضا و دوستی اندیش کرده اقرار کردم کار نادرستی بوده و شما را کپی کردم. شما درست میگید، منم دو بار تو برنامه‌هام خوندم و این رو به عنوان یک کار ارزشمند از شما به دیگران هم پیشنهاد کردم که فقط آدمای بزرگ هستن که میگن معذرت میخوام، آدمای بزرگ هستن که میگن ما اشتباه کردیم و آدمای بزرگتر هستن که اشتباهشون رو تصحیح میکنن. دوما همه چیز را همگان دانن. من نه تنها مدعی همه چیز دانی نیستم، مقدمه کتابم صفحه بلکه الان پریده صفحه 12 بلکه با آن مقابله میکنم. آها خیلی خوب شد اینو نشون دادم. دوستان نگاه کنید، وقتی حتی یه نفر داره مینویسه، اگر عدد انگلیسی بنویسه داخل فارسی میپره انگلیسی میاد اینجا، عدد نوشته فارسی میره اونجا. صفحه 12 کجا بوده؟ نصفه پرانتز کجا بوده؟ حالا اومده اینجا. اینو باید مواظب باشین، خودتون ببینید. بهترین کار اینه که از نوشته هاتون عکس بگیرید، وقتی خوندید درست بود برای دیگران به صورت عکس بفرستید. بله، ایشون گفتن که ماهاست با هم گفتگو داشتیم درباره بیش از یک دو جین مطالب. بعد ببینید اینجا الان دوباره 5 آمده. سوم، دوست گرامی، ما اندیشکده کتاب خداسالاری چه باید کرد، چرا ما در ایران به عقب افتاده ترین قشر جامعه میگوییم ملا، ماجرای نفت با انتخاب ترامپ و حضور کشنر، این چیز دیگه جرد کشنر دامادش، آیا جنگ با ایران اجتناب ناپذیر است. این ایشون خیلی قشنگ تمام این تیترای برنامه یا تاپیکایی که صحبت کردیم یکی یکی نوشتن. کودتای مرداد برای رهایی مردم و نجات ایران چه باید کرد، آموزش و پرورش در، ببینید 28 مرداد 20ش اومده اینجا بین در و بین انگلیسی شده در 28 انگلیسی آمریکایی، خدمت انسان برای راه رهایی اینا، برنامه براندازی بعد از دموکراسی چگونه از باز تولید استبداد جلوگیری کنیم و به سوی، بله این چیزایی که گفته بود اونجا به اصطلاح صحبت شده بود ایشون نوشتن. ممنونم. علت این که این موضوع را پیش میکشم و طرح میکنم دو چیز میباشد. نخست در مورد خودم میباشد که در بالا اشاره کردم و توضیح دادم، و دیگری در مورد شما و برای شماست. امیدوارم که آنقدر یکدیگر را شناخته باشیم که هم برای دیگر اعتباری قائل باشیم و هم به یکدیگر اعتماد داشته باشیم. من از یک سو برای شما و تلاشی که میکنید ارزش بسیاری قائل هستم و براتون آرزوی پیروزی دارم. از سوی دیگر آشناییمون به مرور تبدیل به دوستی شده و علاقمندم که آن را روز به روز محکمتر و پایدارتر کنیم. به قول شما، به اضافه آنکه شما چندین بار محبت کردید و من را معلم خطاب کردید، چنانچه تعارف نبوده به خودم اجازه میدم که برداشتم را با شما در میان بگذارم. با دیدن برنامه‌هایتان و گوش دادن به سخنانتان متوجه شدم که شما همواره نقش منتقد را بازی میکنید. انتقاد میتواند روشی سازنده باشد که به آن میگوییم بهگزینی. من نه تنها با شما همگام هستم و برای بهترین شاهدم کتاب خداسالاری درماندگی است که بخش عظیمی از آن انتقاد از رفتار و گفتار و کردارمان میباشد، بلکه با اندیشه کاپوشینسکی پژوهشگر و نویسنده لهستانی که مینویسد آنچه فرصتهای تاریخی را به تراژدی بدل میسازد خودداری از نقد نقادان زندگانی و زمانه سپری شده، خود این شاید درست نخونده باشم، خودداری از بازبینی موشکافان دفتر و کارنامه مختوم گذشته است، نیز باور دارم. ولی انتقاد میتواند تخریبی باشد که به آن میگوییم ایراد. بین انتقاد و ایراد یک مرز کمرنگی وجود دارد و به آسانی، خب این میتونه یه تاپیک خوب باشه که چگونه انتقاد کنیم و انتقادمون سازنده باشه. حالا شما چون این مثال رو زدید اجازه بدید، گرچه وقت داریم هنوز، اجازه بدید دو صفحه، ایشون معمولا طولانی نمی‌نویسن و خودشون هم گفتن یاد گرفتن تو زندگی که مختصر و مفید بنویسن. من از این بابت از ایشون خیلی ممنونم، به خاطر همین وجه مشترکمون بیشتره. بله،
تبدیل می شود به انتقاد، تبدیل می شود به ایراد، راهنمایی نمی کند و حتی می تواند یک نوع کوچک کردن و سرزنش کردن باشد. یک مثال کوچک، در یکی از برنامه‌هایتون تصویری نشان دادید از یک سراشیب برای صندلی چرخدار، ولی تنها نکات منفی را بیان کردید. نزدیک تیره چراغ برق است، پشت تیره چراغ برق است، پلکان است. این شخص چگونه می‌خواهد از پلکان بالا برود؟ خیلی ممنون. اولا اون سراشیب رو آلادن درست کردن برای افراد فلجی که روی صندلی چرخدار هستن. حالا این صندلی‌های چرخدار این روزا یا برق و باتریه یا با دست اون طرف. وقتی اینو درست کردن، خرج گذاشتن رو دست مردم، حالا اومدن درستش کردن که میره میخوره به دیوار، یه جایش میره میخوره به یه ستون، یه جایش میره میخوره به یعنی اگر طرف بیچاره هندیکپ میاد رمپ رو میبینه، میره رو رمپ، میره اون وسط، پشت سرش هم مردم دارن میان، میرسه اونجا ستون جلوش برقه، من باید بگم چی؟ شما این ایراد رو به زبان کلانتری به من بگید، ماجراشو میدونید یا جوکشو تعریف کنم؟ یه نفر رفت شکایت کنه کلانتری، گفت آقا این نمیدونم همسایه ما فلان و اینها، هی افسره گفت که آقا نگو این کلمه به کلانتری، باید اینو بگی. آخرش یه روز دیگه آمد خیلی کار از کار گذاشت، گفت آقا فلان چی به کلانتری چی میشه به زمان کرده. دوست عزیز، من دارم انتقاد میکنم و جالبه که من این رو به اونام نشون دادم. خود طرف که تو پارکینگی که من پارک میکنم ماشین هرندل کانتی پارک میکنه، گفت او مای گاد، او خدای من، ما هر روز از اینجا رد میشیم و هیچ کدام از ما متوجه نشدن. یه ضرب المثل دیگه براتون بزنم. توی کارگاه بر اونایی رو که با سابقه ترن میذارن قسمت آخر که قسمت انتقاده، قسمت امتحان مدار برقی. یعنی شما سه تا کنتاکتور گرفتی، دو تا گذاشتی اینجا چپگرد راستگرد، نمیدونم دیگه چیا، ستاره مثلث، اونایی که برق خوندن میدونن، موتورای ماشینای تراش و اینها. اینا کسایی رو که واردترن، با تجربه ترن، میذارن قسمت آخر، بهش میگن کوالیتی کنترل یا قسمت چکینگ. آقا حقوق میگیرن اینجا که عیب و ایراد، شما کلمه قشنگی درست گفتی که عیب و ایراداتو بگن. شما اجازه نداری بری تو خیابون قبل از اینکه اون کسی که استاد ایراد و انتقاده بره خیابون رو انتقادش و ایرادش رو برطرف کنه. شما اجازه نداری تو خونه‌ای که خودت ساختی، معمار پول دادی، هر لحظه اجازه گرفته، هفته تا هفته آمدن چک کردن این ستون رو درست زدن، این سقف رو درست زدن، این برق رو درست زدن، اجازه نداری تا بری آخرین فاینال اینسپکشن. درسته؟ من این نامه رو به عنوان افتخار باید چاپ کنم بزنم اینجا و شما نه فضولیه که معلم خوبی هستین، ولی شما خودتون دارید میگید، میگید خودتونم ایراد میگیرید، خودتونم انتقاد میگیرید. خب ببندید آقا کتابو، ببندید خدا سالی و درماندگی، بریم دنبال مکتب آقای مرتضوی، بریم شاگرد کارنگی بشیم. 90 سال پیش گفته حالا چی، حالا حوصله داری دشمن درست میکنی؟ باشه مثل آقای شبخیز موزیک پخش کن، باشه مثل آقای میبودی. نه شما میتونی میبودی باشی، نه من میتونم میبودی باشم، ولی اونجایی که من از شما انتقاد کردم، شما نشون دادید اون چیزی رو که من میگم. همه ما ایرانی ها میگیم آقا اگه کارم انتقاد داره به هم بگو، من ناراحت نمیشم، ولی باز ناراحت میشه و اینو باید روش کار کنیم. یاد منم بدین چجوری رو این کار کنیم. بازم ممنونم از اینکه برنامه رو نگاه کردید، وقت گذاشتید، وقت عمره. باز ممنون، بیشتر ممنون که بعد وقت گذاشتید، دو صفحه نوشتید. حالا شما نوشتید که در صورتی که وجود سراشیب ممکن است که شخص نیازمند به آسانی به پیاده رو برود و یا به آسانی سوار ماشین شود. عزیز برادر، شما قرار بیای اینجا سوارتون میکنم، 13 دقیقه راهه، میبرمتون اونجا، میگم آقای لادن از این ماشین پیاده شو، شما از این رمپی که ساختن برو تو خیابون بالایی. آقا رمپ ساخته، پول داده، طرف فلج میاد با ماشینش نزدیک این پارک میکنه، دوتام هندیکپ پارکینگ گذاشتن نزدیکش،
وقتی طرف میاد حالا باید از پله اینجوری بره بالا، اگه این از پله میتونست بره بالا که اصلا احتیاج نبود بیاد اینجا، از اونجا مستقیم میرفت تو آفیس. اونجا برای که یه پله هست فرستادنش اینجا، حالا اینجا 12 تا پله باید بره خیابون دوباره از اون ور بره. این خیلی جالبه. من رشته شما یادم نیست چیه، ولی حتما وقتی اومدید یادم بیارین که ببرمتون داون تاون هرندون، هم اونو بهتون نشون بدم، هم عکسی که یه جایی نعل اسب درست میکرده 150 سال پیش، این الان به عنوان موزه و به عنوان آثار باستانی است. عزیز من، شما میگی من دروغ بگم وقتی هندیکپ نمیتونه از اینجا بره، بگم به به چه سراشیبی ساختن، هندیکپ میتونه، آدم معلول میتونه از اینجا بیاد سوار ماشین بشه. نمیتونه آقا، سوار ماشینش هست، پیاده میشه، صندلی رو با این مکافات میاره، خودشو میکشه میندازه رو این، میاد اونجا عرق و خیس، نمیتونه بره دفتر، فوش میده برمیگرده سوار میشه میره. و من چجوری میتونم اگه اینو میبینم اونو بگم؟ بیاین با هم میریم. باورم بر این است که مهمترین وظیفه ما ساختن، بهتر کردن، آموختن است. همانطور که فرزندان ما را میسازیم، تلاش میکنیم که انسانهای خوبی به جامعه بدهیم. در این راستا پس از اینکه در چارچوب شعور و دانش و بینش کمبودهایی را شناسایی کردم، مشغول خودسازی شدم، ده ها مقاله منتشر کردم، با کمک دوستان و همگامانم اندیشه آگاهی و شناخت را برپا نمودم و کتاب خودسالاری درمانگی را به چاپ رسوندم. در ضمنی که هدف اصلی از ویدیوها، مصاحبه‌ها و گفتگوها نیز برای این است که در گسترش دانش و بینش گامی برداشته باشم. خودتون جوون که بودی از بچه‌هاتون ایراد می‌گرفتی یا فقط انتقاد می‌کردی؟ اگه بچه‌تون یه چیزی غلط می‌نوشت، بهش می‌گفتی که به بچه کلمات درستی نوشتی، یا می‌گفتی بابا جون اینو غلط نوشتی، بیا 10 بار درست کن؟ هممون ایراد میگیریم. اگه ایراد نمیگرفتیم، یه مش بچه های بیکار و معتاد و اینها، ماشاءالله شما بچه هات آدم های موفقی هستن، برای من گفتی، به وجودتون افتخار میکنی، منم به وجود شما افتخار کنم. ممنون و تشکرم. دوستان عزیز، شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ایشون گفتن که امیدوارم پایم را از گلیمم درستن نکرده و باعث رنجش شما نشده باشم. پیروز باشید لادن. نه، من باعث رنجشم دیگه بعد 20 سال که نمیشه هیچ. دلیلی هم میشه که اینا رو تو برنامه عنوان کنم، با دیگرانم به اصطلاح صحبت کنم، چالش کنم، اونا رو به چالش دعوت کنم. دیدید من حتی آقای مرتضوی وقتی آمد گفت اینجوری، گفتم آقا شما خودتم دست کمی نداری، ماشاءالله اگه 4 تا دوست داری 40 تا هم دشمن داری، اگه تلفن بذاری برنامه چیزو باز کنی 100 نفر حداقل بهت میگن مزدور جمهوری اسلامی هستی. درصد ممنون و متشکرم. باید تحمل انتقادمون رو بالا ببریم. حالا اسمشو میخوان انتقاد سازنده بذارید، اسمشو میخوان ایراد بذارید، هرچی، این مشکل اینجاست. آقا پول خرج کردن، سراشیبی ساختن، همه تابلو مابلوها رو زدن، پارکینگ رو رنگ کردن، هندیکپ نمیتونه جایی بره. حالا اگه شما میخوان بگیم به بچه سراشیبی ساختیم، اون کسی که اینو ساخته اگه بهش بگیم به بچه سراشیبی ساختیم، میره درستش میکنه؟ میگه نه آقا، همین امروز یه نفر منو تشویق کرد. نمیدونم، شاید مثالی که زدید درست نبود. دستم ممنون و متشکرم. ساعت 4:10 است، روز جمعه با شما هستیم. روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر با آقای لادن خواهیم بود. احتمالا ایشون از همین برنامه استفاده میکنه، اونجا یقه منو بگیره، هیچ عیبی نداره، و شما هم میتونید با ما باشید و در برنامه ها شرکت کنید. روزهای دوشنبه قرار شده با آقای جلیل مرتضوی باشیم از بستان بزرگ، با برنامه های خوبی که همیشه داشتن. روزنامه ها رو هر روز صبح نگاه میکنن، میخونن، و امیدوارم یک برگ جدیدی در به اصطلاح این تلویزیون های ایرانی باز بشه که همش آقا اونو دادن رفت، هیچی نگفتیم، حالا خلیج فارس هم میخوان بدن بره، هیچی نگفتیم، حالا گفتیم چی شد؟ آقای حبیب سعیدی شما گفتی، دوستمون فرهادم میگه حبیبی سعیدی درست گفت، خب چی شد؟ هیچ. اون میره تابلوشو میسازه، پولشو میسازه، برون نون در بیاره، شما اینجا میشینی کار کاسبی خودت. منم اینجا که تموم شد با برم دنبال کار کاسبی خودم، البته باید یه استراحت بشینم آرشیو را بندازم. چون اون دوستمون سوال کرد که چگونه میتونیم حمایت کنیم، اجازه بدید من یک بار دیگه این صفحه تلویزیون مردم رو به شما هم نشون بدم. و مردم تیوی دات کام وقتی میاین اونجا خیلی خوب شد دیگه، از این بهتر نمیشه.
این بار بهتون نشون بدم که اگه آمدید دیدید اینجوریه چجوری درستش کنید. این چیزی از ما خراب نیست، چیزی هم از شما خراب نیست. من و شما تو جنگ و درگیری فایرفاکس، ویندوز، اپل، کوف، زهر مار، اینترنت اکسپلورر، کروم، اپرا اسیر شدیم. شما اینجا نگاه کنید، اون وقتا می اومدی مردم تیوی اینجا هیچی نبود. این بالا رو میبینید؟ این بالا اینجا میبینید؟ الان هست. الان اینجا نگاه کنید، دوباره بهتون نشون میدم. یا اینجا من رو کلیک کنم میگه اجازه میدی؟ این و این یکیه. میگم بله. تا اجازه میدم ببینید صفحه عوض شد. این بغل یه سپری گذاشته مثل سپر مسیحی ها، نوشته دیسیبل، یعنی از کار انداختیمش. آخه من کی به شما گفتم شما بیا منو پروتکت کن؟ شما شدید شعبون بیمخ؟ بفرمایید. اونو که از کار انداختیم ببین این صفحه هم درست شد. فیرفاکس فلان، این آگهی، این آگهی، find your loving partner. اینم از این ماجره. ولی اینجا که این چراغ داره خاموش روشن میشه کلیک میکنید، برنامه های زنده است. اینجا خانم باران، خانم بارانی، حتما هوا بارانی بوده وقتی شما دنیا آمدید، اینجا نوشته دونیت، که دونیت کلمه صدقه رو هم میده، ولی من صدقه نمیگیرم، من همیاری، که چه کلمه خوبی رو آقای لادن درست کرده، همگامی. اینجا نوشته همیاری. شما اینو که کلیک میکنید میارتتون توی صفحه دیگه ای. ببینید مثلا من مینویسم 1 دلار یا مینویسم 10 دلار. ببینید اینجا میام مینویسم 10 دلار. 10 دلار رو باید بنویسی 1000، 10ش دلار، اون دوتا هم چیزه. بعد ازت میپرسه، میگه اکانت داری؟ اگه اکانت داری باید ساین این کنی، اگه نداری همینا رو مثل خرید که میکنی. والا سیف ترین راه هست، چون هیچ مشخصاتی هم به دست من نمیرسه. اونی که گفتم اگه نمیخواین اینجا، اون وقت کردیت کارت و ایناتون رو ما میتونیم بگیریم رو فرمی که داریم اینجا چارجتون کنیم، اون کاریه که یه دفعه سوربی اگه یه روزی آمد قصه خونش عقب افتاد، میگه بذار برم حالا حساب این بارانی کردیت کارت دستمونه، شاید این میلیونر حالیش نیست، من یه 2000 دلار قسط بدم. فعلا کرده بودن این کارو. یه نفر میگه یه تلویزیونی طرف رستوران داشت، گفت آقا ما کردیت کارتونو دادیم، گفتیم مای 500 دلار بردار کمک به این حرکت آزادی ایران، گفت یه دفعه دیدیم مای 16000 دلار برداشته، که اونم برای من خیلی عجیب بود. منی که یه دلار اگه یه کسی رو حسابم برچته باشه متوجه میشم، 16000 دلار نمیدونم. کمتر از 3 فوت خلاف میباشد. من نمیدونم چی کمتر از 3 فوت خلاف. به آقای خلیج فارس بودم تشکر کردم، به آقای با تشکر از اطلاعات شما. خب همون بالا بنویس آقای خلیج فارس با تشکر از شما، که دیگه من نپرسم منظورت کی بود. دستم ممنون و متشکرم. اکبری تا هم اگه میتونی حمایت کن دوستان عزیز، یا نگه دار وقتی اومدم آبجو بیه میخوریم، من وقتی اومدم آلمان. امروز برنامه زنده از یوتیوب هم پخش شد، از فیسبوک هم پخش شد، از تلویزیون مردم هم پخش شد. دیگه این چیزی که what you see is what you get، از توان ما برمیاد. تلویزیون مردم حمایت کنید تا بتونیم بیشتر و بیشتر انجام بدیم. یه بار دیگه نقشه دریای مازندران رو بهتون نشون میدم که ببینید این دریای مازندران تا کجا رفته، و من فکر نمی کنم اصلا امکان داشته که هیچ وقت 50% این مال ما باشه، مگر اینکه شما یک کتاب یک کلاس خصوصی رفته باشید و بیشتر بهتون درس داده باشن. آقای خزایی من اصلا نمیفهمم کمتر از 3 فوت خلاف میباشد، شما درباره چی صحبت میکنید؟ شما باید بفهمی اون چیزی که اون موقع تو مغز شماست تو مغز من نیست. به همین خاطر از گفتن نوشتن استفاده میکنیم تا اون چیزی که تو مغز شماست منتقل بشه به مغز من. یعنی شما باید بگی مثلا سوربی توی بسکتبال اگر از 3 بار بیشتر فلان، اینجا عمر من تلف کردید، موهای من سفید کردید، اقلا پول بفرستید رنگ مو رنگ کنید. مرسی که با ما بودید. روز روزگار و شما خوش. خدا نگهدار. اول روشن نمیشه، حالا خاموش نمیشه. اب نداره، خاموشش میکنه.